سلام، شبتون بخیر. خیلی خوشحالم یه بار دیگه از دریچه موبایل میهمان امشبتون هستیم. این شانس رو دارم امشب در کنار یکی از دوستان خوبم، دوستی که خب از سال 2014 افتخار آشنایی باهاش رو دارم و به نوعی هم کلاس بودیم، گفتگو رو خواهم داشت. میهمان گرامی امشبمون دکتر سعید کریمی عزیز هستن. سال 2014 دوره مسی لیزر رو با همراهی ایشون شروع کردیم و خب تا این سالها همیشه هم صحبتی و همراهی باهاش بر من خیلی ایده های نو آورده و فکر میکنم گفتگو امشب هم برای شما به همیشه گفتگوی سازنده‌ای باشه. سعید عزیز، قبل از اینکه وارد گفتگو شیم یه سلام و ابوپرسی اولیه رو با مخاطبین داشته باشیم و بعد صحبتمون رو هم شروع کنیم. سلام خدمت بینندگان عزیز و تشکر از رضای عزیز که دعوت رو انجام دادن. من خدمتون هستم. خب سعید جان، ما به طور معمول قبل از اینکه گفتگو رو شروع بکنیم توضیح میدم که چرا میهمان امشب در خدمتشون هستیم و پای گفتگوشون نشستیم. سعید، پرکتیس شخصیش پرکتیسی که برای خود من خیلی الهام بخش بوده. شاید من به شکل شفاف بتونم بگم مثلا برای طراحی کلینیک مشهدم خیلی خیلی ایده گرفتم از حضور کلینیک شما. یه بازه‌ای رو خب همراهی داشتیم برای تحصیل و اون دوره خب خیلی برای خود من ایده های نوعی رو به همراه داشت. سعید عزیز MSc لیزر رو گذرونده، به عنوان متخصص لیزر عمده کار شخصیش متمرکز است رو درمان استتیک و درمانهای لیزر. با این پیش زمینه میخوام که یه معرفی اولی داشته باشی و در واقع روایت رو از مسیر زندگی خودت و حالا متمرکز بعد مسیر تحصیل خودت برامون بیان بکن. ممنون رضا جان که این فرصت رو دادی. من دوست دارم یه شروع کنم از بچگی، زمانی که چون شاید یه سری مطالبی باشه که برای کسایی که شرایط مثل من بودن بتونه یه ایده‌ای بده، الهام بخش باشه. و دلیل همراهیمون هم همینه، چون مطمئنم گفتگو با شما برای خیلی از همکاران دندانپزشکمون شنیدنی. اونقدر اساتید بزرگی اومدم با شما صحبت کردن که و عزیز هستن برای منم، ولی من دوست دارم کسایی سوای دندانپزشکی حداقل بتونه به چند نفر انگیزه بده تو مسیر زندگیشون و کسایی که دارن درس میخونن یا تو مراحل مختلف. من اون چیزی که از 4 سالگی به یاد دارم که همیشه مثل آدم بزرگ فکر میکردم، یادم نمیاد مثلا حس بچگی داشته باشم، یعنی نگاه هم به دوره بر دقیقا از اون روزهای اولی که اونم مثلا از مادرم میپرسم میگم که این اتفاق بود، من چند سال، اون میگه 4 سالت بود، چون من خودم نمیدونم دقیقا اون موقع. و چیزی که میتونم بگم اینه که آدم ها یا بزرگ به دنیا میان یا کوچیک، در طول زمان عوض نمیشن، شاید بازیچه هاشون عوض بشه. یعنی شما نمیدونم، شاید توی پارک هممون دیدیم یا خودمون رفتیم یا بچه ها رو بردیم، میبینیم یه بچه کوچیک بالای سرسره است، دستشو میاره یکی بزرگتر از خودش هم بکشه بالا که بیاد سرسره، ولی بعضی وقتا میبینیم یه بچه بزرگتر جلوی سرسره دستاش اینجوری گرفته که نمیذاره کسی بیاد. و من خیلی نگاهم به طبیعت، به دور و برم همیشه نگاه خوبی دارم. شاید کتاب زیاد نخوندم، بیشتر کتاب‌های درسی، چون اکثرا درگیر بودم، ولی سعی می‌کنم نگاهم یه جوری باشه که آنالیز کنم اتفاقاتی که تو دور و برم هستن. و میگم که این بچه‌ای که با وجود جزئیه کوچیک داره یه بزرگتر میخواد کمک کنه، این تو هر موقعیتی باشه به دیگران کمک خواهد کرد. و اون بچه‌ای که دستاشو باز می‌کنه نمیذاره مثلا بچه‌های دیگه بیان بالا، اون تو هر پستی باشه، به فرض یه مسئول باشه، یه کارمند باشه، دوست نداره به کسی کمک کنه، یعنی همیشه دنبال منافع خودشه، یعنی از اینکه به دیگران کمک کنه لذت نمیبره. و اینو من همیشه تو زندگیم تو جاهای مختلف دیدم. حالا خوشبختانه من اون چیزی که یادم از بچگی، همیشه دوست داشتم که هوای بچهای دیگر رو داشته باشم، یعنی دایرم خیلی بزرگتر بود، خودم نبودم، حتی تنها خانواده‌ام هم نبود، تو محله به بچه‌های دیگه هم همیشه سعی می‌کردم کمک کنم. و این حسه من فکر می‌کنم که رشدی که کائنات، خدا، طبیعت به من داده به خاطر اون طرز فکری بود که از بچگی، و اونم نمیتونم فخر فروشی کنم بگم که من
اینجوری بودم، اینجوری من خلق شدم، یعنی از موقعی که یادم میاد همین حالت بود. و جالب بود همیشه بعضی دوستان شاید میگن که سعید تو حس بیزینسیت هم خیلی خوبه، بعد میگردم فلش بک میزنم به گذشته میبینم آره من مثلا کودکستان میخوندم، یکی از همکلاسیام گفت که ما یه مغازه بقالی میگفتیم موقع سوپری اینا، بعدن چیز شد تو محله های ما، گفت که ما مغازه‌مون و بقالیمون رو میخوایم جمع کنیم. من نمیدونم مثلا تو بچه 6 ساله چجوری مثلا به ذهنش میتونه بیاد که موقعی که یه مغازه بقالی جمع میشه شاید بشه وسایلش رو ارزون خرید. من رفتم از مامانم از خونه کم پول گرفتم، رفتم مثلا 10-12 تا دفتر و ماژیک و اینا رو خریدم مثلا تقریبا با قیمت نصفش، و بعد اومدم یه سری ماژیکا دیدم که چیز شده حالت تاریخش گذشته اینا، اونجا دیدم که من اصلا حواسم اون قسمتش نبود که اینا چجوریه. همینجوری ما اومدیم تا حتی اون کودکستانی که من میرفتم دقیقا ما بچه‌ها میان سرسره، حالا من مثالم از سرسره بیشتر شد، شاید یه چیزایی که تو بچگی آدم هستش بیشتر اون حول اون هستش، بچه‌ها می اومدم، من دوست داشتم متفاوت بیام، بعضی وقتا سرم به سمت پایین بود می اومدم، بعضی وقتا وایستاده می اومدم، از همون روزهای اول برام کسشن داشت که مثل از اون بودی که من تو پارک میگم خدایا این چرا اومده پارک، هیچ کسی نمیذاره. آره من همیشه دوست داشتم متفاوت باشم، از کار تکراری خوشم نمی اومد که مثلا. و جالب اینه که بارها یادم میاد که موقعی که من وایستاده بودو بودو می اومدم سلسله رو پایین، یا وایستاده می اومدم چندین بار یادم دقیقاً که می افتادم نفسم قطع می شد، بعد مثلا چون استانداردم نبود فضاها خاکی و مدرسه اینا. و همینجوری ما اومدیم جلوتر، خیلی هم اکتیو بودم، عجیب یه انرژی خاصی داشتم. حتی بدترین خاطره‌ای که دارم روز اول کودکستان یکی از همکلاسیامو زدم خون دماغ شد، بعد جوری منو تنبیه کردن. و علت این که این اتفاقات میافتاد، من جسم که کوچیک بود همیشه مورد سوء تفاهم همکلاسی ها می شدم، یعنی بعضی بچه هایی که مثلا دوست داشتم بچه های دیگر به اشتباه به سمت من می اومدن، ولی با برخورد عجیب من چیز می شدن، تو ذوقشون می خورد که انتظار نداشتن. و حتی خیلی جالبه که تو دوران بچگی اکثرا با بچه هایی که من درگیر می شدم باباشون می اومد منو نمی زدن، می دیدن من مثلا کوچیکم، دوباره بچه خودشون رو میزدن میرفتن، با من کاری نداشتن. و یه بار یکی از باباها، بابا هم نبود عموش بود، که منو زد، و این صحنه باز همیشه جلوی چشامه. با وجود اینکه زیر دست و پایین آقا من کتک میخوردم، یه کودک فکر کنم 9-10 ساله بودم، ولی زیر کتک های این دلم به حالش میسوخت، میگفتم این چه مردیه اینقدر با یه بچه رو اینجوری میزنن، بعد جوری میزد، ولی اون مثل صداهای زنانه در میاد و جیغ و داد میزد، میگفتم این خجالت نمیکشه، این چه جور مردیه. تو همین بازی ها، تو همین تنشایی که تو منطقه مدرسه ما هم تو منطقه پایین شهر بود، و من یه حسی به من میگفت تو باید خیلی قلدر باشی تا آسیب نبینی، همیشه پیش دستی میکردم به افراد که خیلی قلدر بودن که برای خودم یه حریمی داشته باشم که کسی جرأت نکنه. ولی خیلی عجیب بود، من نمیدونستم که شاگرد اول کلاسم بودم، تقدیر میکردن بدون اینکه انرژی برای درس خوندن داشته باشم، همینجوری شاگرد اول میشدم. و اون موقع مدارسم خیلی شلوغ بودن، دو شیفت بودن، و دقیقا یادمه من تا دوم راهنمایی شاگرد اول دو سری همینجوری می اومدم بالا، و خیلی بدون استرس، بدون فشار، مثل بچه های خود ما که خیلی درسی می خونن و اینا. چون من واقعیتش پدرم یه کارگر خیلی زحمتکش که من افتخار می کنم بهش، به وجودش، و همیشه هم به اندازه 2-3 فردی که هم صنف خودش بود کار می کرد، و من درس پشتکار تلاشو از ایشون واقعا یاد گرفتم. مادرم شاید مثلا سواد 6 ابتدایی داشت، من به نظر من از یه پی‌اچ‌دی روانشناسی با سوادتر بود، یعنی به صورت عملی میدونست چجوری با ما برخورد کنه. و بزرگترین استاد منم مادرم هستن که یعنی با اون سواد کمشون
بدون خطا با من برخورد میکردم و من خیلی چیزها رو مدیون این هستم. خداوند نگهدارشون باشه. دل بزرگی که دارن و کمک به دیگران من از ایشون یاد گرفتم. همیشه شاید زیاد امکانات مالی نداشت ولی یه تکیه‌گاه برای اون همسایه ها اینا بود. من توضیح بدم که حالا سعید عزیز برادر سعید وحید خب همکلاس من بود، ورودی مشهد بود 75، بعد در واقع سه برادر و هر سه دندانپزشکی رو انتخاب کردم و خواهرتونم همینطور و هر سه تو این مسیر خب خیلی موفق هم عمل کردید خوشبختانه. حالا بعد تو روایت قطعا از شما خواهیم شنید مسیر تبریز رو و کاری که اینجا پرایز شروع کردید. بعد من رسیدم دوم راهنمایی که تموم شد، یه چیزی که جالب بود تو مدرسه دوم راهنمایی من شاگرد اول مدرسه بودم و همون سالم اکثرا یه ناراحتی داشتم که علتشو متاسفانه پزشکای ما نمیتونستن پیدا کنن. یه پزشک هندی 10 قرص داد با اون من درست شدم، مثلا شاید فکر کنم نصف اون قرصا رو هم نخورده بودم درست شدم. بعد یک سال اون دکتری که میرفتیم، اون سال من افت درسی داشتم ولی با وجود این باز شاگرد اول بودم. یادم معدلم 16.5 بود، شاگرد اول بودم. شاگرد دوممون 13.5 بود، 2 بود. تجسم کن سطح کلاس، کلاس 52 نفری بود، 50 نفر معدل زیر 13.5 بودن. یعنی توی جوی که یه مدرسه خیلی خفن با بچه‌ای که یکی با موتور سنگی می اومد، یکی مواد جابجا می‌کرد، تو همچین شرایطی یه دفعه یه خدا یه روزنه به روی ما باز کرد. یه مدرسه تو شهر ما، مدرسه شاهد بود، این راه داد، فکر کنم یا اولین سالش بود که گفتن که کسایی که فرزندان محترم شهدا و کسایی که معدلای بالای 15 بودن و ثبت نام می‌کردن. من داییم که خیلی مشاور کرده توی این مدت ما رو از بچگی، ایشون همه ما رو آورد، 5 برادر رو ما موقع مهدی داداش کوچیکم فکر کنم هنوز مدرسه نمی‌رفت، ما که الان دندون پزشک پیش من، 5 ما اومدیم مدرسه شاهد. بعد من دیدم اصلا چیزی که من سال گذشته فکر میکردم با چیزی که الان توی این مدرسه داره اتفاق میفته، اصلا زمین تا آس دو طرف طیف بود. اونجا من مثلا میرفتم، با وجود که شاگرد اول مدرسه بودم، محیط یه جوری بود که من دنبال مثلا چاقو، برای خرید چاقو علاقه داشتم. بعد دیدم بچه‌ها میان خیلی مرتب با کت شلوار، همه اونجا مثلا شاید کسی کت شلوار میپوشید اذیت میشد تو مدرسه، ولی اینجا همه مرتب شسته رفته و معلم‌ها چقدر خوب. البته ما اونجا هم معلم‌های خوبی داشتیم ولی متاسفانه محیط اون اجازه رو نمیداد، اکثرا ناامید بودن. یعنی همه میومدن سر تخته، هیچ کس آخر سر مثلا شاید 90% سوالات من جواب میدادم، 10% هم لاینحل میمون. یعنی آخرین کسی که می اومد، یعنی کل کلاس می اومد، آخرین کسی که می اومد یا من جواب میدادم یا جواب داده نمی شد. همینجوری ما اومدیم تو مدرسه. من اومدم یادم معدلم از 16.5 که تو دوم راهنمایی بود شد 18.75 و شدم شاگرد تقریبا 7 کلاس. بقیه بالای 19 بودن و همه هم نخبه های شهر بودن، که بچه‌هایی که باسواد، خیلی واقعا باسواد، که من الان بعضی وقتا یادم میفته از خیلی دانشگاه‌ها کلاس اون سوم راهنمایی ما بالاتر بود. خوشبختانه اون سال اولین بار بود که ما سوم راهنمایی که می‌خوندیم، همون سال دبیرستان نمونه توی استان تو شهر ما تأسیس شد که ورودی اولش بود، ما که امتحان می‌دادیم برای ورودی دومش. و من از یه دنیای دیگه اومده بودم، سعی کردم تو این کوتاه مدت خودم رو وفق بدم. حتی یه جالبه، یه خاطره که یادمه، من همون سوم راهنمایی یکی دوتا از همکلاسیامون بودن، اینا تو همه چیز 20 میگرفتن، خطاطی، نقاشی، مثلا تو خط درجه ممتاز داشت، تو نقاشی عالی، همه چیز، فقط یعنی یه چیز کامل، عجیب کامل بودن. من برای خودم چیز شد که چرا اینا همیشه 20 میگیرن مثلا تو ریاضیات، من مثلا میگیرم 15.5. اومدم رو ریاضیات که برام یه جوری چالشی شد. دوم امتحانات ثلث دوم من شدم 19.75 تو ریاضیات، همون فردی که همیشه 20 میگرفت شد 19.25. اصلا تو مدرسه پیچیدین که
این اومده از فلان دانش آموزم بالاتر گرفته و چون بالاتر از اون گرفته بودم کسی نمیتونست بگه که تقلب کرده یا نه، و این احساس کردم که میتونم. یعنی همیشه اینجوری هستی وقتی تارگت میذاری یه کار رو تا بهش نرسی دست برنامه. آره خیلی سمت عجیب پر رو و از به هیچی فکر نمی کنم دیگه، مثل اون تکتیر اندازی که چیز میکنه، فوکوس میکنه رو هدف، بقیه چیز میشه، فقط اون بولد میشه برام. و اومدم خواستم خودم رو تست کنم که من باید اینو این صد دو چیز کنم، چون اذیت میشدم. تو هیچی حسود نیستم، البته حسادت نمیتونم بگم، چون میرسم به اون چیزی که میگم میرسم. بعد اومدیم دبیرستان نمونه 60 نفر از کل استان برمی‌داشت، من نفر 54م شدم، جزء آخریا شدم که. و باز اونجا هم ما باید از 14 کمتر نمی‌گرفتیم، سیستم یه جوری بود. من باز برگشتم به تنظیمات کارخونه قبلی، باز شیطنت‌های شلوغی، دعواها، اکثرا جلوی دفتر بودم تو دبیرستان نمونه. ما سوم دبیرستان دوستامون که میرفتن کلاس کنکور تون یه شهر کوچیک بود خوی، من با یه دوستی دارم که الان پزشک داخلی هستش، میرفتیم از شهر دیگه مرغ و خروس میآوردیم تو همون میدون شهر میفروختیم، بغلش هم کلاس کنکور بود که هم کلاسی همون میرفتن. حالا یه چیز عجیبی که تو این فاصله بود، من یادم رفت، من از سال چهارم سوم ابتدایی شروع کردم به فروختن وسایل، نمیدونم از چیزایی که بچه ها موقع میفروختن، ولی به صورت خیلی رسمی حرفه‌ای میوه فروشی رو از چهارم ابتدایی شروع کردم و 19 کیلو بودم، جعبه میوه‌های 20 کیلویی بلند میکردم و دقیقا یادم هستش و با آدم های بزرگتر رقابت میکردم، یعنی میگفتم فروش من باید از اون بیشتر باشه. تابستونا همیشه میوه میفروختم. اول راهنمایی هم پدر بزرگم مرحوم یه نیسان داشت که این بار بازار رو می آورد و بعد از ظهر که می رسید ساعت 5-6 می اومد خونه. یه روز گفتم بابا ببین شما میای اینجا بیکاری، منم دوست دارم بریم بار بزنیم هندونه اینا. بعد این بیچاره حرف منو گوش داد، گفت باشه شریکی با هم. ماشین با اون بود، من می فروختم پشت ماشین، می رفتیم روستاهای اطراف یا تو چهارراه مرکزی. زمینی که درسمو میخوندم همیشه از اون موقع چیزو داشتم و این نگاه اقتصادی خوبی داشتم. و جالب اینه که من پنجم دبستان کاپشنم و لباسامو خودم خریدم و یه دونه آبگرم کنم اون موقع برای خونم رو خریدم، مثلا یعنی تو تابستون چهارم که کار کردم برای پنجم خریده بودم اونا رو، یا یعنی همزمان با همین سیستمو کنار، یعنی مثل اینکه یه شرایطی داشتم که هم درس می‌خوندم بدون انرژی، یعنی با همون فرمت معمولی خودم بیزینس اقتصادی می‌کردم که دوست داشتم، نه اینکه کسی به من بگه که تو باید پول در بیاری، خودم دوست داشتم که مستقل باشم. و هایپر بودم، اکثرا دعوا می‌کردیم اینا. بعد من تو سوم راهنمایی اومدم اینو جهت دادم، رفتم کشتی که جرقه ورزشم، آره. بعد از اونجا شروع شد و خیلی جالب بود که ببخشید سوم دبیرستان گفتم، سوم دبیرستان من کشتی رو شروع کردم و خیلی زود تو کشتی پیشرفت کردم و یه استعداد عجیبی داشتم که علتش هم که از بچگی خیلی اکتیو بودم، به صورت چیز مثلا دعوا می‌کردیم یا کشتی می‌گرفتیم، همیشه هم کوچیک‌ترین فرد کلاس بودم، با لوژنشینا دعوا می‌کردم، یعنی برابر بود. آره می‌گفتم با آدمی که بزرگتره با اون بیشتر چالشی بود برام، که یعنی دنبال افراد هم تیپ خودم نبودم، گفتم باید با بزرگتر. ما اومدیم دبیرستان، بعد تو دبیرستان عرض کردم خدمتتون چهارم دبیرستان که می‌خواستم برم، مادرم یه چیزی گفت، این منو تکون داد هستم، گفت که سعید تو اگه، چون مامان من فشار خون داشت، الان هم داره یه مشکلات که داره، گفت که سعید تو اگه پزشک بشی، حسن که داییم هم پزشک بود، تو اگه پزشک بشی من دیگه چیز نمی کنم، پیش دکترهای دیگه نمیدم. نمیدم اون موقع فکر کنم داییم سالهای آخر یا پزشکیش بود یا تازه فارغ التحصیل شده بود. این حرف مادرم منو بدجوری تکون داد، یعنی مثل اینکه از خواب بیدار شدم، دوباره
گفتم من دارم چیکار میکنم، من دارم یه سال مونده من کنکور بدم، همش در حد این که با معدل 16 اینا که از دبیرستان اخراج نشم دارم میخونم. بعد شروع کردم به درس خوندن و باز همون اومد مثل این که هدف مدل همیشگی، مدل همیشگی آخر، مثل کسی که آخر سر بیدار میشه و اون دقیقا اون اومد. من شروع کردم به خوندن ولی دیگه دیر شده بود، چون اکثرا در حد پایین من رتبه‌ای که آوردم حدودا 3000 خورده‌ای شد. با وجود این که تو کلاس من تو 29 نفری که بودیم یه کلاس عجیب غریب بود توی استان، که فکر کنه از این 29 نفر که کلاس بود من که نفر 25 کلاس بودم تا دبیرستان 4 دبیرستان. 14 نفر پزشکی قبول شدن تو 2-3 سال متوالی که بعضیا پشت کنکور موندن. یک نفر دامپزشک، تنها دامپزشک من قبول شدم، یعنی 16 نفر همون فلبدای پزشکی و دامپزشکی و دامپزشکی. بقیه نزدیک 7-8 نفرشون هم دکترا تو شیمی، دو تا تو شیمی، یکی تو زمین شناسی، دو نفر تو روابط بین الملل. همینجوری تقریبا فکر کنم از این 29 نفر 4 نفر 5 نفر در مقطع لیسانس و اینا موندن، همه بچهای خیلی باهوش و منم که بازیگوشترینشون که اکثرا جلوی دفتر بودم. من تا اینجا رو نگه دارم گفتگوی شما رو، تو بخش بعدی میخوام در مورد اینکه چطور حالا دندان پزشکی بین این جمع انتخابت شد صحبت بکنیم با هم. بعد همین حرف مامان که من گفت که تو باید پزشک بشی و اینا، من یه تغییر عجیبی من ایجاد شد که من باید پزشک بشم، چون مامانم میخواد من پزشک بشم، اصلا من بهش فکر نمی کردم. من شروع کردم به خوندن و خیلی شدید با از پایه، یعنی تا اون موقع همینجوری سرسری خونده بودم. شروع کردم از اول، از اول دبیرستان کتابا رو برای خوندن، ولی متاسفانه دیر متوجه شده بودم. اون زمان 6-7 ماه کافی نبود برا من، و با وجود این تو همون 29 نفری که ما تو کلاس بودیم من از درسی جز 24 و 25 بودم همیشه. من تو کنکوری که سال اول دادیم رتبه 4-5 کلاس آوردم، 3000 خورده ای آوردم. یکی دو تا فکر کنم از بچه ها از پزشکی قبول شدم، بقیه موندم پشت کنکور اینا. بعد من چون برای پشت کنکور وقت نداشتم، نیمه دوم بودم و نمیخواستم برم رشته های کارشناسی اینا، یه چیزی که بود مونده بودم که دو تا راه بیشتر نداشتم، یا باید سربازی میرفتم. و بعد یکی از آشناها که فرهنگی بود به من گفت که تو به جای اینکه بری سربازی، اونجا آموزش میدن، خسته میشی، شاید نتونی بخونی، بیا برو تربیت معلم، که یه دونه تربیت معلم بزن بعد پزشکی ها که رتبت هم بالاست قبول میشی، اون 2 سال برو اونجا تربیت معلم، مثلا یه رشته ای هم بخون، یا زیست چیز علوم بخون، یا زبان بخون. من گفتم زبان بخونم مثل اینکه میرم برای یه کلاس دوره ای، در حالی که اون زبان یه چیز دیگه بود، برای مقطع راهنمایی اینا بود که اصول تدریس و اینجور چیزا اینا بود. ما رفتیم، ولی من یه اشتباه محاسباتی کرده بودم اونجا که نمیدونستم تا چیز قبول نشم. یکی اینکه گفتن که سال اول نمیتونی کنکور بدی، باید این چیزو تموم کنی، باید 2 سال صبر کنی، در حالی که تو سربازی من میتونستم سال اولش هم کنکور بدم. یه چیز دیگه بود که خیلی وحشتناکتر از این موضوع اولش بود، که من اگه سال دوم قبول میشدم نمیتونستم برم دانشگاه، چون اگه میخواستم از این 2 سالو استعفا بدم دوباره مشمول میشدم، باید سربازی میرفتم، که اینو من نمیدونستم. ولی اصلا به هیچی فکر نمی کردم. من اون 2 سال ساعت 6-7 خیلی زود نهار و شامو می دادن. من رضا بارها یادمه از 6-7 که شامو می خوردیم خیلی زود می دادن، 10 خاموشی، 9-9.5 10 خاموشی می زدن تربیت معلم ماره، و صبح هم از 7:30 اینا کلاس. من ساعت 6:30 6-7 که شامو می دادن یه چند تا نون ور می داشتم
اجازه کتری برقی و اینا هم نداشتیم. یه حالت فلاکس کوچیک داشتم که اونو پر می‌کردم. بارها شاید بگم بعضیا فکر کنن که اغراق، من از 7-6 بعد شام تا 6 صبح درس می‌خوندم، یعنی صدای اذان رو میشنیدم. من فقط با اونجا نماز جماعت بود، نماز میخوندیم. بعد نماز که حدوداً نمیدونم 45 دقیقه یک ساعت وقت بود تا صبحگاه، من اونو میخوابیدم. بعد بقیه خوابم تو کلاس بود، کلاسای تربیت معلم. میرفتم تو لوژ مینشستم، کتاب جلوام باز میکردم، چشامو میبستم. و چون دبیرستان نمونه بودیم، زبانمونم خیلی خوب بود، من مثلا تو روز اول اومدن یه امتحان چیز گرفتن که تعیین صد، از فکر کنم 60 سوال من 45 تاشو درست جواب دادم، در حالی که میگفتن کسایی که فارغ التحصیل میشن 30-35 تاشو همین چیز میکنن. تو ورودی من این حالته بود. و جالب این بود که همونجا من تو حالت عالم خواب و اینا که چرت میزدم، این استاده مثلا یه سوالی میپرسید، بعضیا تو کلاس چیز نمیشه، من تو بیس زبانم خوب بود جواب میدادم. میگم پسر تو اونجا خوابیدی، اینو چجوری جواب؟ نمیدونست که مثلا من یه چیزایی هست که مثلا میدونستم یا برای یه برنامه دیگه اینجا بودم. دو سال من اینجوری سپری کردم، طوری که من امتحانای ترم چهارم تربیت معلمی که میدادم، من یک هفته یا 8 روز فاصله داشت با مرحله دوم کنکور. من کنکور رو مرحله اول خیلی خوب داده بودم که فکر کنم 94 و 7 زیست زده بودم، دروس عمومی هم بالای 90. ولی چون شب کنکور نتونسته بودم بخوابم، 2 درس رو نتونستم، ریاضیات رو کلن وارد نتونستم بکنم، فیزیکم نصفش رو. فکر کردم دوباره 10,000 میشم، یعنی دی استرس گرفت که من ریاضیاتی که تو نهایی 20 شده بودم چهارم دبیرستان، 0 اومد تو کارنامه کنکورم. و فیزیکم که حدوداً 85 زده بودم، نصفش رو پاسخنامه رد کردم، چون خواب‌آلود بودم، مثلا تو خواب زدم من کنکور. باز ناامید، گفتم که لطفاً بالای 10,000 میشه، چون میشه یه درس رو صفر بزنی، یه درس رو نصفش رو نتونی رد کنی. ولی لطف خدا به خاطر این نمرات زیستی که داشتم 94 و 7 و عمومیام همه بالای 90 بود، من 700 آوردم و دومین رتبه اون سال توی شهر خودمون بود. و این لطف خدا بود به من. و حتی میگم که شاید من اون 2 درس رو وارد میکردم، من فقط یه پزشکی رو قبل دندون پزشکی زده بودم، پزشکی تهران رو قبل دندون پزشکی ها زده بودم. من اومدم تو دندون پزشکی تبریز. چرا دندون پزشکی؟ تو اون سال من همیشه رضا یه حسایی رو من زودتر متوجه میشم، همون موقع دوستام همه میرفتن باز برای پزشکی، ولی یه حسی من میگفت که پزشکی داره اشباه میشه. آره نمیدونم چه سالی بود سعید؟ سال 74 قبول شدم دیگه من. یه سال قبل از وحید. آره یه سال قبل از وحید، چون من اون 2 من و وحید 3 و نیم اینا فاصله با هم داریم از سن. من که قبول شدم بعد وحید، منم کتابامو یه جوری نوشته بودم که آره خیلی خوب شد وحید، آره خیلی آره مسیر رو راحت کرد، چون تمام نکات مهمو بولد کرده بودم و اینا. بعد ما اومدیم دندون پزشکی، ولی من یه داستان دیگه داشتم، چون نمیتونستم اون تربیت معلمی که خونده بودم، میگفتم باید 5 درس بدی تا پایان خدمت بهتون بدیم، نمیتونستم، مجبور بودم که اون 5 کنار درسم من درس بگم. یعنی من توی ببخشید این اصطلاح بکنم، تو اوج بدبختی درس خوندم، دندون پزشکی خوندم. سوای اینکه 2-3 ماه اول اصلا منو ثبت نام نمی‌کردن، نمیتونستم موافقت بگیرم، میگفتن که تو تخلف کردی اومدی تو این محیط بستی. آره برای کنکور خوندی. من یه زمانی کلاس‌ها رو شروع کردم که نمیدونم خودت میدونی که تو علوم پایه استخون رو میخونم، بعد ماهیچه و عصب و اینا، تقریبا 2-3 ماه رفته بود تا من تونستم وارد با همکلاسیان بتونم وارد تیم اونا بشم. کمکی هم کرد اون تجربه تربیت معلم بعدها بهت؟ ببین منو ببخشید خیلی سخت کوش کرد، چون من همون 2 که نمیتونستم، نه این مرخصی بهم میدادن نه اونجا، هیچ جا نمیتونستم، مجبور بودم 2 با هم. من رضا 2 و 1 که مجبور بودم تو دورترین نقطه توی استان دیگه برم، چون
اول تقسیم کردن افتادم توی روستای خیلی بنبست. من 3:50 دقیقه شب از خواب بیدار می‌شدم، 9:30 می‌رسیدم اون مدرسه، با نزدیک 5-6 کیلومتر پیاده روی چندین بار ماشین عوض می‌کردم، می‌رسیدم مدرسه، مدیر مدرسه می‌گفت آقا شما چرا دیر میای؟ این معلم که خونش بغل تو روستا مدرسه بود، و جالب بود تو اون روستا هم به مجرد خونه نمیدادن، من مجبور بودم 5 کیلومتر پیاده روی کنم برم توی روستای دیگه با معلمای دیگه. و باور کن رضا، یادم میاد من خیلی روزها 2 کلوچه میخوردم، یه دونه صبح یه دونه شب، حتی میرسیدم خوابگاه که تبریز بودم دیگه اونقدر خسته بودم شام نمیخوردم، میخوابیدم. ولی اینا منو مثل فولاد کرد، اصلا دیگه اونقدر پشتکارمو قوی کرد، یعنی مثل دانشگاه دیگه شد برام. و خوشحالم الان یه نگاه میکنم لذت میبرم از اون سختی هایی که کشیدم، جاهایی که مثلا فکر کن ساعت مثلا 5 صبح شما تو یه جایی 6 صبح وایسی 45 دقیقه منتظر اتوبوس باشی تو یه ارتفاع 1800 متری گردنه گوشتی که صدای گرگ و سگ و تو این شرایط، بعد بری به این روستا، بعد اونجا پیاده بری روستای دیگه. باید سامسونت، کیف سامسون اطلسای دندون پزشکی خودت میدونی سنگین بودن، کیف دیگه تحمل نمیکرد. مثلا میرفتم اونجا، اون موقع هم که اکثرا این یه از اون سامسونت امیننت ها بود، میرفتم روستا میگفتن شما فیلم برداری، نمیدونستم من بیچاره این کتابای سنگین و تون. بعد میرفتم دانشگاه با لباسا گرد و خاک، اصلا توی حالتی بودم. ولی بعد 2-3 ماه که رفتم دانشگاه به یه چیزی احساس کردم، دیدم که خب من عمومی فکر کردم که من از اولین روز که وارد دندون پزشکی شدم ما دندون میخونیم در مورد اینا، هی دیدم این کتابای عمومی و نمیدونم بعضی بافت و بعضی، گفتم بس ما کی میریم بخش و اینا، گفت شما از سال ترم 5 اینا سال 3 میرید. من اومدم رفتم تو بخش ببینم که چیکار میکنن، دیدم که همه اتیکت دارن از این چیزا، بچه‌ها میرن. یه دونه اتیکت برای خودم درست کردم، من از تقریبا 2-3 ماه بعد که ثبت نام کردم همش تو بخش جراحی بودم، میرفتم تو کلاس‌های عمومی، اونایی که چیز بودن حاضر اسمو که چیز میکردن سریع از کلاس در میرفتم بیرون، میرفتم تو چیز بخش جراحی. یه جوری شد که من جراحی یکو میخواستیم که بریم با همکلاسیامون، یکی از نرسا به من گفت تو مگه فارغ التحصیل نشدی؟ یعنی اونقدر من تو بخش جراحی بودم لذت میبردم. و تبریز خوندی؟ دارم تبریز. و یه رضا، یه دانشگاه ما یه حسن دیگه که داشت، یه دانشگاه نوساز تازه با تمام دستگاه های کاوو، لابراتوارهای خیلی زیبا و استادا تازه نفس، همه تازه اومدن، یه دانشگاه مدرن که تمام حتی سطل آشغالای دانشکده هم از آلمان چیز بود، اورجینال بود، یعنی سطل آشغال ما چیز نداشتیم اونقدر، و یونیت های کاوو و بهترین کیفیت، استادا پر انرژی تازه نفس، رزیدنت هم نبود، یعنی ما مثل اینکه رزیدنت بودیم، جراحی های کانین نهفته، عقل افقی، یعنی جراحی هایی میکردیم که من دیگه تو بعد که من حالا این قسمت رو که خواهیم رسید که اومدم توی قبل فارغ التحصیل بشم من شروع به کار کردم، چون دیگه اونقدر کیس های زیاد دیده بودم، کار کرده بودم، دیگه از کار کردن ترسی نداشتیم. و میتونم بگم که من 80% تایممو توی دندون پزشکی یا بخش جراحی بودم یا بخش ارتو بودم یا تشخیص بودم که داشتم مثلا بیمار. تشخیص رو زیاد خوشم نمی اومد ولی احساس میکردم که کمک میکنه به جراحی، لازم دارم اینا. بقیه رو میگفتم یاد میگیرم، میگفتم من باید بیشتر ببینم. تو ارتو هم از این خوشم میومد که مینشستن طرح درمان میدادن، بحث میکردن، میرفتم اونجا بغل دانشجو، کسی هم بعضی وقتا بعضی استادا از دستم شاکی میشدن، چون اونقدر نزدیک میشدم به دستشون که نگاه کنم از خودش دیدم بهتر بود، مثلا با مشت میزدن برو که نمیزه. ولی باز تو این علاقه به جراحی های استادی هم دخیل بود یا همینطوری خودت علاقه رو داشتی؟ خودم نمیدونم، چون من بچه بودم مثلا خیلی سوال جالب بود تا بالم بهش چه من علاقه داشتم. من رضا پنجم میخوندم، یکی از دندونای شیشم خراب شده بود، رفتم اون دکتره منو راهنمایی نکرد که اینو پر، تنهایی رفته بودم چیز، خودم مثلا میگم مثلا مرد بودم، آره خودم تنهایی رفتم، یه زن و شوهر دندون پزشک بودن دوتا،
هر کاری کردن اینو نتونستن در بیارن، یه ریشش موند. بعد میگفتم آخه این چه دندون پزشکیه که دندون منو دو نفر نتونستن بکشن. اون فکر کنم الان گفتی من یاد، چرا من همش دنبال این بودم که دندون کشیدن رو یاد بگیرم و حتی اول فکر می‌کردم دندون کشیدن زور می‌خواد، هرچند خودم کشتی‌گیر بودم و اینا، ولی بعد دیدم که زوری نیست، تکنیکه. و این باعث شد که من و تمام استادا، واقعا من مدیون تمام اساتید، همه یکی از یکی بهتر، مخصوصا جناب دکتر طاهری تالش، کوروش طاهری تالش، آی دکتر یزدانی، آی دکتر نظافتچی، دکتر مسکرزاده و دکتر آریان، همه خوب بودن و خوب یاد میدادن. مخصوصا آی دکتر طاهری، این اینکه کتاب بود، به سوالی میپرسیدی با مقدمه شروع میکرد، دونه دونه توضیح میداد، منم هی این ور اون ورش وای میستادم، هی گوش میدادم و اونقدر گوش میدادم تجسم میکردم تو ذهنم. بعد میومدم بالا سر جراحی ها میگفتم الان این کارو میکنه، بعد این کارو میکنه، بعد همینا هی تو ذهنم این جراحی ها رو انجام میدادم. این سخت‌کوشی همیشه مسئله ساده کرد، اما اون نگاهی که به بیزنس داشتی، حالا اون علاقه ای که به خرید و فروش داشتی، میخوام بگم آیا میشه گرش داد به پرکتیس امروزت؟ امروز خب پرکتیست خیلی پرکتیس موفقیه، یک کلینیشن موفقی، من چون از نزدیک تجربه کردم تو تعامل با بیماران خیلی خیلی از همکاران دیگه شاید متفاوت عمل میکنی. میخوام بگم که اون علاقه رو چطور گره میدی به پرکتیس امروزه؟ ببین اون حس بیزینس به من این جسارت رو میداد که ببین، بعضیا میگن که مثلا بیزینسمنی خوب نیست. به نظر من تو هر حرفه شما باید بلد باشی که چه جوری سوادتو زیاد کنی، چه جوری دانش بخری، چه جوری ابزار بخری. بیزینس این نیست که شما ببخشید جنس بخری و بفروشی. خود همین که من بتونم بدونم که چه جوری دانش کسی رو یاد بگیرم. و این یه چیز جالبی که بود رضا، من حالا اینو الان بگم که یادم نره، بعد که من فارغ التحصیل شدم میخوندم، ولی احساس میکردم که یه چیزی کمه، من باید یه چیزای بیشتری یاد بگیرم. بهترین موقع دکتری که تو تهران بود، من تبریز بودم دیگه، اینو من سرچ کردم پیدا کردم و اینا، حالا اسمشو نمیبرم، گفتم که آی دکتر من میخوام بیام مطب بهتون فقط نگاه کنم. خب گفت که مشکلی نیست، اتفاقا یه نفر دیگه هم میاد نگاه میکنه. گفتم چجوریه شرایطش؟ گفت که من هر روزشو فکر کنم نصف روز بوده اینا 500 هزار تومن میگیرم که بیای نگاه کنی. و منم گفتم همین که به من گفت که میتونی، چون من بلد بودم کار کنم پول در بیارم، و گفتم باشه میام. بعدش گفتن که ببین یه کاری بکن، شما به جای اینکه خودت بیایی 5 تا از دوستاتو، 5 یا 6 تا اینجوری گفت که جمع کن دیگه من بیام اونجا، شما نیا تهران. من گفتم که خیلی خوب میشه، ولی هر کاری کردم کسی رو نتونستم از دوستان متقاعد کنم که مثلا برای یه جلسه 500 هزار تومان بدیم. که اون موقع مثلا حالا شاید من کاری بودم خیلی زیاد کار و همیشه هم تعرفه هم متفاوت بود، درآمدم بالا بود، ولی بعضی هم 500 هزار تومان درآمد یه ماهشون بود که راضی نشدن. بعد وحیدم فارغ‌التحصیل، گفتم وحید تو هم بیا. بعد به خودم گفتم که یکی از دوستانم پیدا شدن، شدیم 3 نفر. گفتم بقیه رو من خودم میدم، مثل اینکه عوضش وای میستم کنم. بعد این آی دکتر، من خیلی زنگ زدم گفتم آی دکتر حل شما، ما اون عدد رو میدیم، ولی ما 3 نفریم، ولی من پول کامل رو میدم. بعد یه چیزی گفت که منو هم ناراحت کرد، هم یه با عاملی شد که من متفاوت باشم. به من گفت که ببین من ریسک پرواز و اینا هم هستش و میام و میدم و اینا، یه نمیدونم 500 تومن 1 تومنم به اون عدده اضافه کرد، دیگه من اعصابم به هم خورد، بعدم اومد دیگه از یاد گرفتن، که گفتم که نمیخوام، خودم یه راهی پیدا میکنم، دیگه تماس نگرفتم. دیدم که مثلا یه جوری زد زیر حرفش، و اینم تو یه جوری تو ذهنم از بچگی خوشم نمیومد کسی یه حرفی بزنه. بعد حالا شروع کردیم دورهای خارج. اینو میخواستم رضا بگم، تو بخش جراحی و ارتو که من بیشتر بودم، همش من چیزای جدید میدیدم، مثلا دوستادای مختلف، بعضی وقتا 5 تا استاد جراحی تو بخش جراحی بودم، مریضم زیاد،
توضیح میدادن، دانشجوها عمل میکردن، من این توضیح این تموم میشد میپریدم اون یکی یونیت بالا سر اون یکی. همینجوری مثل اینکه یه نفر فردا میخواد امتحان بده، یعنی این حس رو داشتم و دقیقاً همون حس رو تو ورزشم داشتم همزمان و تو چند تا کار همینجوری به موازات هم، فقط ساعتاش فرق میکرد دیگه. مثلا صبح دانشکده بودم و جالب این بود که سال اول من اون روستا رفتم، سال دوم من انتقالی گرفتم تبریز، منو دادن یکی از مدارس پایین شهر تبریز که نزدیک کوه بود، که یعنی خاک کوه رو میدیدم دیگه، اونجا میرفتیم تو اون قسمت. تو مجبور بودم اون 5 سالمو تموم کنم که پایان خدمت بهم بدم و الا نمیتونستم قطع کنم. مرخصی هم نمیدادن چون اول دورم بود دیگه، میگفتن تو هنوز شروع کن بعد مثلا نمیتونستم مرخصی بگیرم. همینجوری با همین شرایط با همین سختی ها من هم درس میخوندم هم ورزش میکردم هم مدرسه میرفتم. مثلا برای من 36 ساعت موظفی، چون مربی بهداشت میرفتم، 36 ساعت موظفی زده بودن، حالا میرفتیم رو مینداختیم با من دانشجوام میکردن 24 ساعت، میگفتن باید 24 ساعت باشه. و من الانم الانه رضا غذا خوردنم زیر 3 دقیقه است، 2 دقیقه 3 دقیقه استش. علتش اینه که من موقعی که اتوبوس ها حرکت میکردن ظهر که میرفتن، من اتوبوس که سوار میکردم من تو اون فاصله باید غذامو میگرفتم میخوردم میدویدم دم در اتوبوسو میگرفتم، چون درآمدمون اونقدر نبود که مثلا من بیام با تاکسی برم و اینا، سعی میکردم با اتوبوس برم، چون مسیر رو هم تو تا یه مسیری با همون اتوبوس که میبردن بچه‌ها رو خوابگاه اونجا پیاده میشدم، دوباره با یه ماشین دیگه میرفتم همون منطقه پایین شهر که برای اون قسمت. سعید اگه بخوام از نگاه خودم لیست بکنم، جدا از اینکه خب توی پرکتیس خودتون درمانی که داری انجام میدی، خب دانش و مهارتش رو کسب کردی، دنبالش جستجو کردی، کسبش کردی و خب با تکرار و تکرار هم اکسپرت شدی تو اون زمینه. اما اگه بخوام به شکل شاخص بگم از نظر من چی سعید رو متفاوت میکنه توی مطبش، باید بگم که اون توان مذاکره‌ای که داری و ارتباط و تعاملی که با مخاطبت برقرار میکنی. از نگاه من خیلی متفاوته، من خودم باز این نکته خیلی ریز شدم بارها و بارها بهش. وقتی طرح درمان تو بیمار توضیح میدی، طرح درمان تو خیلی راحت میتونی معرفی بکنی و بیمارم خیلی راحت اعتمادش رو جلب میکنی و دریافت میکنه درمان رو. این یه هنریه که باید در واقع همزمان هم بیمار رو دوست داشته باشی، هم بتونی در واقع بهترین انتخابت رو به بهترین شکل براش پرزنت کنی تا بتونی درمان رو بپذیری. از نگاه خودت این عامل چقدر نقش داشته تو موفقیت امروزت؟ من رضا چون این انگیزه رو داشتم که باید یه دکتر خوب بشم و میگفتم که از بچگی یادم بود اون دکتر خام دکترهای دکتری که دندونه نتونسته بودم برام بکشن، میگفتم یه دکتر باید بهترین باشه و همیشه هم این حسه هست، پرفکشنیسمم، یعنی میگم یه کاری میخوام انجام بدم باید بهترین باشم. و اونقدر این مراحل سخت رو تو این تا اون موقع پشت سر گذرنده بودم، دندون پزشکی برام دیگه درس خوندن خیلی راحت بود، میدونی، یعنی جزء چیزای معمولی بود من بتونم یه کار دندون پزشکی رو خوب ارائه بدم نسبت یا یاد بگیرم نسبت به اون مراحلی که پشت سر گذاشته بودم، برام خیلی ساده بود، یعنی سخت‌تر از اونا رو سپری کرده بودم. از یه طرف عرض کردم
بیشتر من تو بخش ارتو بودم و بخش جراحی، هم طرح درمان خوب بلد بودم، صورت مریض رو نگاه میکردم، میگفتم خب شما از این ور غذا میخورید، این حالته، این مشکل، این تانک تراستید فلانی. بعد مریض میگه آی دکتر اینا رو کسی به من نگفته بود، این مسائل نگفته بود، این چشت پایینه، این به این خاطره. یعنی تمام این مسیری که، و مخصوصا اینکه یه چند سال بعد اینکه من فارغ التحصیل شدم نشستم، احساس میکردم که دانشم اون چیزی که میخوام نیست، چون همش با عجله بود و مدرسه بود. سه سال من نشستم تمام کتابا رو از اول خوندم و خیلی عجیب بود، و هر سال حتی برای امتحانم میدادم برای تخصص، برای پروتز، چون رشته دیگه رو دوست نداشتم، احساس میکردم پروتز نزدیکه اون چیزی که میخوام. و حتی سال اول، سال 80 که اون موقع 150 تا سوال بود، من 70% سوالا رو زده بودم، 105 شده بودم. آخرین رتبه قبولی پروتز 108 قبول میشد، 107 ذخیره بود. من با دو نمره موندم، ولی لذت میبردم، میگفتم باز میخونم، چون یه حس خوبی بهم میداد، درک میکردم اون چیزایی که سرسری خونده بودم، تجربه نگاهیم خوب بود، اونقدر کیسای جراحی دیده بودم که الانم میگم که هیچ کسی تو دندون پزشکی به اندازه من کیس جراحی، چون من 6 سال فقط بخش جراحی بودم و ذره ایرم به بتالت چیز نمی کردم، همش نگاه می کردم، تو ذهنم مرور می کردم. بعد که خودم وارد بخش جراحی شدم، دیگه دنبال دندون کشیدن، دندون نکشیدم بخش جراحی، فقط جراحی ها را چیز می کردم، یا نگاه می کردم کجا به مشکل می خورم. با همین فاز این دید منو قوی کرد، و همین حرفی که مراجعینم اکثرا میگن های دکتر شما چیزایی میگین که ما توی ویزیت های قبلیمون کسی نگفته بود، چون تجربه نگاهت به خود جامع‌تر می‌بینی. چون من بیشارا رو خوندم، انلو رو خوندم، جنین شناسی رو خوندم، کلن اصولی که چجوری استخون تشکیل میشه، این ناهنجاری ها چجوری پیش میاد، و اینا رو من دقیقا ریشه خوندم، خیلی هم عمیق میخونم. موقعی که میخونم تا درک نکنم ول نمیکنم، برام مهم نیست که این سوال رو میتونم جواب بدم یا نه، یا این تستو باید اون موضوع رو درک کنم. بعد یه دوره هم من رفتم، دوره یه ارتودنسی یک سال و نیمه بود، جهاد برگزار میکرد، اونم دوباره خوندم، دوباره مجبور شدم برم اون بیسیکا رو بخونم، و اینا باعث میشد که حتی من سه سال که برای درس میخوندم تمام کتابا رو 20 بار خونده بودم، هر دوره 7 بار باید میخوندم برای خودم که برنامه ریزی میکردم، و همیشه با 2-3 نمره موندم، ولی مردد بودم، میگفتم خب من برم چیز پروتز، من دوست دارم ایمپلنت هم کار کنم، دوست دارم اورتو هم کار کنم، چیکار، همیشه با خودم، ولی میگفتم باید یاد بگیرم، اصلا برام مهم نبود که، و یه حسی بود همیشه برای دل خودم تو زندگی کردم. حتی رضا من میتونم بگم یک ثانیه هم به خاطر دیگران زندگی نکردم، یعنی همیشه میگفتم خودم باید برای خودم قابل قبول باشه، و این رمز موفقیتم این بود که من اون 3 سالو خوب خوندم، خوبم دیده بودم، بعد حس کارگاهیم هم خوب بود، یعنی از بچگی از اتفاقاتو حدس میزدم، مینشستم برای من هر کیسی یه داستان بود، این آقا این دندونش تو چه سنی کشیده شده، این خانم تو چه سنی، این چجوری میخوابه، تو کدوم صورتش میخوابه، چجوری غذا میخوره، از اون سابیدگی های دندوناشون، مثل اینکه بعضی مزه های دکتر شما دقیقا دارید میگین که من مثل این بعضی هستن که پیشگویی میکنن، و این اعتماد مریض رو جلب میکرد موقعی که اینو میگفتم. و از یه طرف هم چون نگاه هم رضا من مقیاسام متفاوته، من بعض بارها کاغذ رو میگیرم جلوی چشم، پهنای کاغذ رو نگاه میکنم، میگم مقیاس من اینه، میلیمتر نیست، من یه میلیمتر رو 10 تا 15 تا میبینم، تا 10 تا 15 تا نبینم یه میلیمتر رو نمیتونم تشخیص بدم 0.2 میلیمتر چیه. خب این نگاه من متفاوته. حتی اون روز یه تستی بود، بچه ها که توی چیز فرستاده بودن، چیزی که چشام یه من تشخیص داد 5-6 نمره بالاتر از بقیه بچه های گروه من بود، چون گفتم من نگاهم متفاوته، من یه میلیمتر رو باید 20 تا ببینم، 10 تا ببینم، و تمرین میکنم. این تمرینم به دانشجویان، به خیلی از دوستان، یه کاغذ از ضخامت یه کاغذ رو باید ببینم، اونو ببینم بدون این خودش یه ضخامته، این یه اندازه است،
تا اینو نبینه به همین خاطر من موقعی که میگم لامینیت 2/10 میل کار میکنم، اگه من اون ضخامت رو درک نکنم نمیتونم که، من یه جای احساس میکنم این از 2/10 داره میره پایین، احتمال اینکه بشکنه سوراخ بشه استاپ میکنم. لامینیت هایی که من کار میکنیم رضا، بعضی وقتا میذاریم توی لیوان، توی همون لیوانای یک بار مصرف میدیم، دست مریض نمیدونه تو کدومه، 10 تا لامینیت رو نمیتونه وزنشو تشخیص بده و این هستش که متفاوت میکنه و این یک شبه به دست نمیاد و این چیزی هستش که من عاشق اینم. من یه شانسی که داشتم تو زندگی با آدمایی که عاشق کارشون بودن برخورد داشتم، چه تو همون دانشکده دندون پزشکی با استادام که خیلی با عشق یاد میدادن و پررو بودم رضا، مثلا به استادمون میگفتم استاد ما میتونیم بیایم مطب ببینیم، سکوت میکرد نمیگفت نه بیایم دیگه استاد، میرفتیم تو مطبم تحویل نمیگرفتن و حقم داشتن چون مطبشون شلوغ بوده اینا، ولی باز من با اون شیطنت که عرقشو پاک میکردم، میگن جوینده یابنده آره. دیگه آخر پیداش آره عرقشو پاک میکردم که دیگه یه جوری خودمو تو دلش که نمیگفت که دیگه همینجوری. و یه چیز جالبی که بود، من منتظر نمیشدم که یه چیزی بیاد به سمت من آموزش، خودم میرفتم دنبالش. و اینجا داره اینجا من از جناب دکتر پاکرو، من به نظر من دندون پزشکی زیبای ایران مدیون نشستم. حالا کاری ندارم که نظر دوستان همکاران دیگه، ایشون من فکر کنم سال 3 دندون پزشکی تازه ما توی علوم پایه رو تموم کرده بودیم اوایلش بود، ایشون اومده بود تبلیغ داشت، قبل اون هم شاید بهشتی اینا اومده بودن چون آذری زبانم بودن یه عرق خاصی هم بده، اومدن تبریز یه سری ویدیوهایی نشون دادن که من و خیلی های مثل منو فکر کنم تغییر دادن. من نگاهم، من اومدم سری با اون سمی بصری بود که اینو ضبط میکرد باش دوست شدم، گفتم من این فیلم ها رو میخوام، مذاکرته میدونی، گفتم این فیلم ها رو میخوام. بعد رفتم از این ویدیوهای کاستی بود چیزاش خریدم آوردم ضبط کرد برام، یه پول خوبی هم بهش دادم که گفتم که من اینا رو. بعد میرفتم هی اینا رو نگاه میکردم لذت میگفتم این چیه، یه دنیای رابردن بسته بودن لامینیت باندینگ رزینا اینا. بعد عاشق چیز شدم من این سیستم. اون موقع شاید کسی به فکر نمیدونم آکادمی زیبایی اینا امریکا اینا نبود، من دنبال این بودم، دنبال سیستمای کتکم بودم. از رضا 2005 دنبال سیستمای کتکم بودم که این سیستما چیه، چرا تو کشور ما نیستش، چرا کسی اینو نمیاره، گرونه، تو خیلی از دکترها پول دارن، نمیدونم چیه مشکلش چیه. بعد اونقدر دنبالش بودم که حالا بعدن رسیدیم میگم که چی شد که من سیستمای کتکم رو وارد کردم، رفتم دنبالش و اینا. بعد کسی نبود آموزش ببینیم، اونقدر سختی سر این کشیدم. همین که میگم باید سمج بود، یه نکته بگم که از همیشه میگم شما تو برنامه هاتون میپرسید، حالا من زودتر مثلا یه دانشجو میگم، دانشجو باید پررو باشه، باید سمز باشه، از در بیرونش کنه از پنجره باید بیاد، نباید بگه که نه من اصلا برام مهم نیست. من یه دوره با اتفاق علی دکتر امام گلی با یه سری از استادای جراحی، ما 2000 فکر کنم 6 بود 5 بود با رفتیم مرکز نوبل بایوکر سوئد، رفتیم اونجا ما سیستمای گایدد سرجری رو برام آموزش دادن که ما یه جوری می‌شدیم که یا مثلا آره اول چیز این دیگه چیه، یا مثلا اولین بار اونجا من دیدم که میگفتم خب ایمپلنت تو سینوسم بره مشکلی نیست، مثلا کیسای نشون میدادن 2-3 میل ایمپلنت در، یا ایمپلنت های کج که میزدن ما برامون عجیب بود که مگه ایمپلنت رو کج میزنن که اومده بود که مثلا وارد سینوس نشه و اینا. ما اونجا این گاید سرجری اینا رو دیدیم. یه روز من یه دوره آی دکتر بلاغی برگزار میکرد که دوره عکاسی بود، من از تبریز بلند شدم، از تبریز ساعت 5 صبح بلیط گرفته بودم که بیام، اون پرواز کنسل شد اینا، با هزار مصیبت هواپیما نقص فنی پیدا کرد، دوباره ما رو سوار کردن یه پروازی، دوباره سوار کردن همون هواپیمایی که گفتن نقص فنیه، باز من اومدم تا اون دوره. و یه جراحی هم که آقای دکتر رکت میخواست چیز کنه انجام بده، اولین گایدد سرجری بود که توی ایران میخواستن انجام بدن، من اومدم خیلی با ذوقشو که نمیدونم، یکی به من گفت که جا نیست، بعد این کلاس گفتم بابا بذاری منم بیام نگاه کنم، گفتم تو کلاس جا، گفتم من 60 کیلو از سقفم آویزون میشم،
جا نیست چی، همینجوری به شوخی. بعد میرفتن تو اون منشی آی دکتر رو، می اومد بیرون گفتم با آی دکتر گفتی؟ گفت جا نیست، من نمیدونستم، خود آی دکتر بود. حالا دکتر رو من مدیون دو نفر هستم تو ایران برای ایمپلنت و ایمپلنت در واقع، که بخش جراحیش و دکتر رک اولین استاد من توی ایمپلنت دکتر رک بود، از اینجا ازشون تشکر میکنم. و آی دکتر بلاغی با الانم با هم دوستیم، پروتز و ایشون گفت و یه حرفی به من زد دکتر بلاغی که اون منو خیلی تشویق کرد. گفت که از کدوم شهر اومدی؟ چون خودشون هم آذری بودن. گفتم از، گفت بعد یه مدت ایمپلنت تبریز رو به دست میگیری. این حرفش باعث شد که من یکی دو سال بعد بالاترین تعداد ایمپلنت رو تو تبریز من میزدم و جناب دکتر طاهری که استادم هستن و همیشه هم استادم خواهد، و من نذاشتن، نمیذاشتن، بعد ول نکردم رضا، بیخیال نشدم، گفتم که این احتمالاً بیمارای چیزه جراحی ریفرال یکی هست دیگه. بعد گفتم، پرسیدم، گفتم این مریض خدای دکتر یا مریض دکتر دیگه هستش؟ که گفتم مریض دکتر امام قلیه. خیلی خوشحال شدم دیگه، گفتم زنگ بزنم علی، چون تازه یک سال قبلش اینا ما دوره بودیم، من میخوام این چیز رو ببینم لایو. زنگ زدم، گفت که من تو آسانسورم میام بالا. تا میومدم چه آسانسور واشتاده بودم، مستحصل نمیذاشتم برم تو. بعد اومد دست دادی، من همینجور دستشو محکم گرفتم، همینجور رفتیم تو دیگه، ولش نکردم دیگه. آی دکتر رو دید که من اومدم اینا، بعد گفت که دکتر کریمی از سماجتت خوشم اومد، از این به بعد جز اهل بیت. دقیقاً تو میگفت اهل بیت، من هر موقع خواستی مطب درش بروت بازه. و جالب اینه که چون من ذوق زده، چون ویدئوی گاید سرجری چندین بار دیده بودم، اونجا هم هی باز وایساده بودم پیش آقای دکتر رو، این انکور پینا رو هی پیدا میکردم، اینو میدادم، اینو میدادم، که یه جوری خودم رو تو دلش جا کنم. بعد دیگه از اونجا این لطف خدا بود، من واقعا باید دنبالش رفت رضا، نه اینکه سب کنی یکی بهت یاد بده. دوره امریکا رو رفتم و اینکه میگی حس بیزینسی، من برای دوره سوئد که رفتم یه ماشین زانتیا داشتم، نمیدونم 2005-6 بود اون موقع، حداقل تو تبریز زانتیا جز ماشینای خیلی خوب بود. من خیلی از دوستام پراید داشتن، 206 داشتن، بینشون تنها من یه ماشین چیز داشتم، فروختم یک کیت چیز نوبل بایوکر گرفتم، هم رفتم دوره، هم کیت نوبل بایوکر گرفتم، 100 تا ایمپلنت نوبل گرفتم با موتور جراحی هم که روش آفر میدادن اینا، 100 تا گرفتم. که میگه حس بیزینسی اینجاها کمکم میکرد، میگفتم نمیخوام ماشین، تا یک سال بعد اونم ماشین نخریدم، ولی میگفتم اینو دوست دارم، این ایمپلنت ها با کیت توی کیف دستی جا شده بود، ولی مثلا یه زانتیا رو بدی اونو بگیری، هر کسی این ریسکو نمیکنه، ولی من با اون کیسه ای که توش ایمپلنت و اینا بود، شاید پول ده ها زانتیا و چیز دیگر رو در آورده با اون دوره، و هزینه میکردم روی آموزشم، برام مهم نبود. تو همین الان همینطوره. من حالا یه ویژگی خاص دینی که خیلی برای آفیسات خیلی هزینه میکنی، هر دستگاهی، هر اینویشنی که میاد معمولا خیلی سریع سراغش میری. خب تو بخش بعدی اینو بپرسم، این استقبالت از تکنولوژی و نوآوری خب خیلی کمکت کرده، من امروز میدونم به شکل شفافی شاید کمکت کرده. خب وقتی خیلی سریع سراغ تکنولوژی جدید میری، یه سری ریسک ها وجود داره براش و یه سری فرصت ها، این ریسک ها و فرصت ها رو چطور بالانس میکنی؟ در مورد تکنولوژی ها یا سیستم ها یا متریال جدید، خیلی باید هممون حواسمون جمع باشه. کمپانی ها براشون مهم نیستش که این ماده عوارضش چیه یا چقدر موفق میشه، در هر صورت اینا به فکر فروششون هستن. من همیشه نه تنها در مواجهه با این مسائل، حتی در مواجهه تو هر کلاسی که هستم به اون استاد احترام خاصی قائلم، ولی داده هایی که میاد یه فیلتری دارم، همیشه میدم که این با منطق من، با عقل من، با تجربه من جور در میاد یا نه. یعنی همینجوری شنونده چیز نیستم که همه چیز رو بپذیرم، اینو از بچگی داشتم. یعنی شاید بهترین استادم باشه، باز استاده، انسانه، شاید یه جایی اشتباهی بکنه،
یه نظرش اون چیزی که خودش فکر میکنه یا درست بیان نکنه. به همین خاطر همیشه اینو داشتم، یعنی پیش بزرگترین استادم بشینم باز اون فیلتره رو دارم، هی دارم با منطق خودم ریاضیات خودم چک میکنم که این میتونه درست باشه یا نه. در مورد دستگاه ها متریال هم همین هستش. من تکنولوژی میدونم که یه جاهایی اغراق میشه، یه جاهایی ما بد استفاده میکنیم. همین اتفاقا هم در مورد خود ما، خود منم اتفاق افتاده، خطاهایی کردم. یکی از خطاهامون همین فایبر پستایی بود که یه دفعه همه هجوم آوردن، منم یکیشون بودم. یا سیستم کتکمی که اومد، اولین بار که من عرض میکنم رفتم با نمایشگاه دبی، به خودم گفتم که این دستگاه چرا نیستن، چرا؟ با یه مذاکره‌ای که کردیم برای اولین بار سیستم این لب رو ما آوردیم تو ایران. بعد من یه دونه چون چهرساید سلکتریک اونم کنارش گرفتم، چون ای سی هنوز کامل چیز نشده بود اون موقع و یا یکیشو باید انتخاب می‌کردم، که این لب رو گرفتم با یه دونه اسکنر سلکتری که اومدیم، حتی مدرسامون هم اونجا سلکتری بعضیاشون داشتن، اومدیم من شروع کردم. یه حمله ما کردیم که روی این متریال هر کارو می‌خواستیم با اونها، یا شاید یه کاری که خیلی می‌شد با کامپوزیت‌های خیلی با کیفیت انجام داد، ما اومدیم سعی کردیم با اونها با متریالی که فلدسپاتیک بودن، استحکام خوبه برای خلفی‌ها نداشتن، بدون اینکه چون مارکت اونو به ما میداد میگفت اینو استفاده کن، ولی ما گفتیم فکر نمی‌کرد، البته چاره‌ای هم نداشتیم چون فکر می‌کردیم آموزشش هم نبود تو، آره آموزشش هم نبود، و ما اینا رو انجام میدادیم. بعد پودر میزدیم، من میگفتم خب این پودر تمیز نمیشه آخه، با لوپ نگاه میکردیم این پودر چه اتفاقی میفته، روش خاصی هم نبود. بعد میپرسیدیم، میگفتم یکم با شوینده چیز کنید، باز میشستیم، باز اون احساس میکردیم شاید نمیدونم آسیب میزنه، اون بافتای دنتین رو مختل میکنه، اون باند رو مختل میکنه، همینا بود. ولی همیشه برای من چالش بود، هی با استادا اینا رو میپرسیدم، میگفتم این منطقی به نظر نمیرسه، این اینجوریه. ولی یا یه اشتباه دیگه ای که داشتیم ما، حالا اسمش شاید بگم بعضی شرکت ها که یه بلاک خاصی دیگه اسمش رو نمیبرم، که اومد دوباره حمله ور شدیم برامون، به خاطر اینکه میگفتن به خاطر ارتجاعی اینا، اسم شرکت و مارکش رو نمیگم، دوباره ما یه فیلیرایی هم اونجا داشتیم. بعد ما سعی کردم سریع متوجه بشم و یه نگاه رضا منتقدانه من همیشه به کارام داشتم. بعضی وقتا مثلا اخیراً ما لامینیتا رو با لیزر که میکنیم، بعد یه چیز جدیدی به ذهنم زد، حالا دوست دارم که شاید دانشجوها یا بعضی از همکارا اون تجربیاتمون رو شیر کنیم. من الان فکر میکنم خیلی از فایبر پستایی که توی مقطعی ما کار کردیم و در اومد، شاید خیلی از دوستان اصلا بهش فکر نکردن، به این زد ما به خاطر حرارتی بود که تو پرپ کردن بعد چسبوندن بوده، شاید باندمون خوب بود، کانال خوب تمیز کرده بودیم، همه چی اوکی بود، ولی به خاطر اینکه با یه توربین های اسپید که اکثرا هم اون موقع ما توربینامون کیفیت خوبی نداشتن، کولینگ خوبی نداشتن، دیدید یه لامینیت رو یه ذره حرارت میدید رزین چیز میشه، کنده میشه. من احساس میکنم بزرگترین علتی که ما تو فایبر پستا فیلر داشتیم این بود که ما شاید با بهترین، با وسواس ترین، با دقیق ترین تکنیکا اینو میچسبوندیم، بعد میومدیم با توربین که تراش میدیم کافیه رضا یه دور حرارت ببینه این دباند میشه، شاید همون لحظه دبان نمیشد به صورت فیزیک ما ببینیم، باندش شاید 50% 80% از دست میداد، بعد یه مدت این میومد دسته. و این چیزی بود که من همون روز که داشتم، چون همیشه این کار فکر میکنم، من موقعی که کار میکنم این چجوری میتونه بهتر بشه، این به چه صورت میتونه بهتر بشه. حالا از محدودیتاش گفتی، ولی فرصتاش چیه؟ فرصتا ببین، شما مطمئن باشین که ابزار خیلی مهمه، و من بعضی وقتا یه سری تکنسیان ها میان مطب، میبینم با یه ابزار محدودی میان، میگم شما چرا ابزارتون رو کامل نمی کنید؟ ابزار ببین استهلاک دکتر رو کم میکنه، به بهترین نحو اون کار رو مدیریت میکنی، شما دیدت رو بهتر میکنه. یه چیز ساده، همین لوپی که استفاده میکنیم، من شاید نزدیک 10 سال اول دندون پزشکیم لوپ استفاده نکردم، الان همیشه افسوس اینو میخورم که چرا من از لوپ یا میکروسکوپ استفاده نکردم. هر چقدر من چشای خودم نزدیک بینه، نزدیک رو خیلی خوب میبینم، خیلی خوب، خب یعنی تو موقعی که
فاصله دهان کار میکنم خیلی با وضوح میبینم، شارپ میبینم، ولی موقعی که با لوپ میبینم یه چیزای دیگه میبینم که قبلا نمیدیدم و هیچ کسی هم نمیتونه ادعا کنه که بدون لوپ اونو میبینه. خب این به قول زایس یه شعاری داره که بهتر ببینید تا بهتر درمان کنید. خب موقعی که من بهتر میبینم سرعتم خوبه، سریع تشخیص میدم کجا رو بردارم، کجا حواسم هست، یا یه اشتباهی که تو گذشته میکردیم نوار بین دندونایی که من میخواستم آماده کنم یک کلاس تو رو بغلش نمیذاشتم، که بدون استثنا من فکر میکنم که هر چقدر ما کنترل دست داشته باشیم ما آسیب میزنیم به دندون بغلی و این اشتباه من هم کردم، باید شجاعتشو داشته باشیم. و همیشه میگم شاید آسیبی که ما به دندونا زدیم خود پوسیدگی نزده و اینو باید قبول کنیم. و همین خاطر بعد سالها من متوجه شدم که موقعی که من باید کنترل داشته باشم یه نوار، همین نوار ماتریکس های میبریم حفاظت دندون. خب خیلی چیزایی هستن که و این ابزار عمر ما رو بیشتر میکنه. موقعی که من با یه لو اسپید سیرونا دارم کار میکنم کنترل دارم، شما یه توربین روسی رو بذارید روی دندون زیر میکروسکوپ نگاه کنید، منشورهای مینایی رو همینجوری مثل اینکه یه سنگ میزنید شیشه ماشین، ولی موقعی که شما با لو اسپید دارید کار میکنید احساس میکنید. یه وجه این تفاوت پس در واقع راحتیه و افزایش دقت. از نظر بیمار این تفاوت چطور معنی پیدا میکنه؟ بیمارا مطمئنا احساس میکنن. شما موقعی که توربین دستت اینور اونور میپره، صداش دلخراشه، فرز رو لغ میکنه، مریض اینو متوجه میشه. موقعی که شما براتون با یه لو اسپید سیرونا براتون کار میشه، حسش ببین چقدر خوشاینده که خودت میذارم کار میکنی، یا یه لامینیت رو میخوای پرپ کنی دقتت چقدر بالاتر هستش. و هر چقدر شما ابزارتون بهتره، و اینو من خدمت دوستان میگم، اکثرا دوستان میگن که این توجیه داره، این پولش در میاد. اصلا ببخشید پولش که در میاد که هیچ، درم نیاد باز شما از کارتون لذت میبرید. موقعی که کار میکنید حس خوبی دارید، عذاب وجدان ندارید. موقعی که من دارم با این کار میکنم، موقعی که من مثلا چند تا پوسیدگی که مثلا باز کردم، لیزر رو دارم میبرم اتاق لیزر، یه پروفاندا میزنم، کریز میزنم، حسم خوبه. میگم که خب اگه پوسیدگی های اینجا مونده من نتونستم تشخیص بدم، حداقل این ابزار کمک میکنه من اونا رو بردارم. خب درست. یا یه لامینیتی اومده من میخوام اینو بکنم، خب این سیستمو داشته باشم بهتره دیگه. نمیگم شاید خیلی از همکارا با دست معمولی هم خیلی بهتر از من، با حوصله تر از منم اینو میکنن، ولی در حسرت اون باید زمان بیشتری بذاره. ولی موقعی که من میشینم اینو خیلی راحت با کمترین استرس، بدون اینکه گردنمو خم کنم، بدون اینکه استرس داشته باشم کجا میرم توی دندون، کجا لامینته، کجا سمنتمه، کجا اینو خیلی راحت من میتونم، این یه حس آرامش خوبی بهم میده. و مطمئنا ببخشید میون کلامت، این مریضی که زیر دست آدمه متوجه میشه. شما کاری که اصلا وارد نیستی، شما ببخشید یه لوله کش، من، شما، هر کسی، یا یه تعمیرکار، یه وسیله ای رو ما بیاریم یا بالا سرش باشیم، از نوع کارش، ابزارش حدس میزنیم که این کار است یا نه، این داره این کارو درست انجام میده، وجدانی انجام میده یا نه، مثلا یه جایی اون پیش گوشتی نمیخوره، با چاق و با کارد میخواد اونو باز کنه. طبعا. و این چیزی هستش که مردم متوجه میشن. سعید برای اداره مطب چند تا نیرو داری الان؟ ما شاید جالب باشه بگم ما بودم 15 تا پرسنل داریم، ولی دو تا دکتر رو ساپورت میکنم، من و داداشم دکتر مهدی، که میتونم بگم که بیشترین بار مطب روی دوش مهدی هستش. و سعی میکنیم که تمام شرایطی که بتونیم برای راحتی بیمار مهیا کنیم. و شاید یکی بگه که این مثلا 15 نفر چیکار دارن میکنن؟ تخصیصشون رو میگی؟ این 15 نفر تو چه پوزیشنایی دارن کار میکنن؟ من سعی کردم دستیارامون تعدادشون بیشتر باشه که تحت اجبار فشار کار نکنن، یعنی همیشه اون شادابی رو داشته باشن. و توی CSR همیشه اون نیروی که هستش با حوصله کار کنه، نگه که بدو بیاد بیرون، اینا تقسیم کردن چرخشی میدن تو CSR، ولی اون دیگه اونجا بازی میکنه، عجله‌ای نداره که بدو بیرون. یا مثلا توی لابی من نیرو داریم و دو نفر تو پذیرش داریم، که یکی تو ارتباط با بیماران، یکی
کارهای رو پیگیری میکنه که مثلا با لابراتوارها پیگیری مریضا هستش. آیه مظلومی که پسر خاله‌م هم هستن و واقعا بعضی وقتا تا صبح بیدار میمونه برای طراحی و کارهای مطب که ایشون هم خیلی زحمت میکشه، جا داره اینجا ازشون هم تشکر کنم که خیلی پسر باهوش و چون از بچه های دبیرستان تیزهوشان بوده، خیلی باهوش، هنرمند، با استعداد و هم فکر کنم مقطع ابتدایی درجه ممتاز خوشنویسی رو و هم هنرمند هم باهوش هم ریاضیاتش خوبه هم طراحیاش. یه تجربه که حال من تو مطب داشتم، خواستم عمدن این سوالو پرسیدم. من مثلا تو مطب شما یه تایمایی بودم، میدم مثلا بیمار شما مثلا میگم 8 صبح میاد تا مثلا 1 2 هم همونجا هست و جالبه که حسش هم مثلا حس خوبه. من همیشه میگم خدا چطور میشه بیمار سعید میاد این همه تایم اونجا هست، یه تایمای زیادی هم ممکنه خب واسه آماده شدن کارش تو پروسه کارش اونجا حاضر، خستش نمیکنه فضا، یعنی یه جوری مدیریت میشه زمانش که با حال خوبم نه مثلا خارج میشه از مطب. این فضا چطور مدیریت میکنی؟ رضا ببین، ما یه پالیسی داریم تو مطب که مطب به ما خونه هست. خب تک تک بچه ما یه خونواده هستیم. بیمار جدید، مراجعه جدیدی که مثل این که میاد عضو خونه میشه. خب و حتی اینقدر این ارتباطاتمون با اینا و وابسته میشیم که بعضی وقتا مراجعینمون که کارشون که داره تموم میشه اینو میگن آی دکتر ما عادت کردیم چیکار کنیم. یعنی و بعضی وقتا اونقدر اینا برخوردهای خوبی میکنن که من خودم کم میارم، میگم من برای این بیمار هر کاری بتونم مراجعه کنم، هر کاری بکنم کمه. یه اتفاقی بگم خیلی جالبه و مثل واقعا خانواده میشیم. من یه بار، ما خونمون چند کوچه بالاتر از مطب هستش، من همیشه یکی از چیزایی که داشتم و توصیه میکنم، من مطبم همیشه نزدیک خونمه. اول مطب رو میخرم، بعد همین جوری مثل خیلی ساده میفتم راه میرم تو کوچه های اطراف اون مطب، یعنی مطب رو سعی میکنم بهترین لوکیشن رو بگیرم. بعد که خریدم میفتم پیاده اون دور ببینم کدوم ساختمون رو خوشم میاد، چشم میگیره، بعد میام اونجا. برای فروشم نباشه یه نفر رو پیدا میکنم که یکی بفروشه یا با یه پیشنهادی، میگم اینجا من با حس خوب داشته باشم. و اینجا هم همینطوره. ما پسرم یا دخترم زنگ زد که یه اتصال چیز پشت کابینت ها شده بود که یه دودی از پشت کابینت ها اومده بود. من سریع با روپوش مطب و اینا یه دونه یا دو تا نمیدونم کپسول آتش نشانی زدم زیر بغلم و بدو بدو، یعنی مثل اینکه دو سرعت میخواستم بدم، سریع رسیدم قبل اینکه آتش نشانی اینا برسن من رسیدم. بعد زدم خاموش کردم، اولین بارم بود که اصلا امتحان نکرده بودم، ولی زدیم خاموش کردم. یه دفعه برگشتم دیدم یکی دو تا از عزیزای مطبم با من با کپسول تو خونه هستن. یعنی اونجا احساس کردم که دیگه واقعا ما یه خانواده هستیم و دقیقا همین حسم هستش. من همیشه اینو میگم که اینو به دانشجوها دوستایی که ببین رضا، موقعی که شما تو لایه‌های عمقی ذهنتم همش فکر این باشه که بخوای کمک کنی، بخوای یه کاری، درسته من طرف هم بالاست و هیچ ابایی ندارم و اینو همیشه خیلی هم میدونم، ولی این اینکه برای خودم کار میکنم، برام زمان مهم نیست، یعنی کارمو به زمان مقید نمی کنم. بارها شده ما مریض رو پرپ کردیم، آماده کردیم، خب دیدم بچه ها اسکن کردن، بعد یه جایی من متوجه میشم که من نخو ندیدم تو اون اسکنه، 10 تا کارم زده شده. خود تجسم کن با کتکم بیای 10 تا کارو بزنی، بچه‌ها یادشون رفته نخ بذارن. یه لحظه مثلا تو شلوغی مطب بدون دوباره میایم نخ میذاریم، دوباره ادیت میکنیم مارجینا رو، دوباره همون 10 تا رو میسازیم. خودت میدونی چقدر این برای یه مطب با این شرایط احساس میکنم که کار خودمه، باید رو دندونای خودم چسبونده بشه. و همین حس رو مطمئنم ببین، موقعی که شما با جون دل، همه میدونن خیلی از همکارا اینجوری هستن، من نمیگم که فقط من این مدلی کار میکنم، ولی اینو بعضی وقت آدم توش غرق میشه بیمارش متوجه میشه، اون کسی که زیر دست. من یه باری آقای اومد گفتم بفرما که طبق معمول دیگه مریض میاد میشین توی یونیت، ما هم تو تابورمونو با هم
گفت که آی دکتر من اونجا نمیشینم، یه تابوره بود بغل اون، گفت من اجازه بده رو این بشینم، رو در رو صحبت کنیم، من اون بشینم سرم کلا میره. گفتم بفهم میخوای من بشینم روی یونیت شما بشین؟ گفت نه همینجوری میشین. نشستیم بعد این مشاورهشو که من میدادم وسط چیز دیدم این بلند شد آروم خودش رفت روی چیز. موقعی که همیشه میگم موقعی که تو لایه‌های عمقی ذهن آدم همش این باشه که تو میخوای کار اینو درست انجام بدی، شاید یه جایی هم بلد نباشی، یه جایی هم خطا کنی، نمیگم که کارهای ما همیشه پرفکته، خب اون فرد هر چقدر بدبینم باشه نمیتونه آتویی از تو بگیره، به این باور میرسه، هر چقدر هم از نظر روانشناسی قوی باشه، چون تو چیزی نداری که این بخواد لو بره. به همین خاطر یا یه زمانی من یادم اوایل کاریم بود، تبریز بودیم، دست دندون رو من 500 هزار تومن کار میکردم، یه آقای اومد گفت که آی دکتر دست دندون رو چند کار میکنی؟ گفتم 500 هزار. گفت دندوناش چجوریه؟ گفتم ایوکلار ما میزدیم، موقع ایوکلار مثل سکه قیمت 1000 تومن این برون. گفتم سکه مثل سکه هستش، 39 تومن 40 تومن اینجوری میگیریم. گفت برای دندون چقدر میدی؟ برای لابراتوار همینجوری میپرسید از من. گفتم یه چیزی حدود 40 تومن هم به لابراتوار میدیم، یه 20 تومن هم اینجا وسایلی که تو مطب و اینا بودن 100 تومن. گفت آقا میگی 500؟ گفتم 400 تومن دستمزدم. بعد نگاه کرد گفت 400 تومن؟ گفتم من وسایل نمیفروشیم که، داریم این هزینه که من میدم. گفت یکی از آشناهای ما دندونپزشک که گفت 300 تومن میدم دست دندونات، نمیدم 400 تومن اینا براش. گفت یعنی مثل اینکه هزینه. گفتم شاید دندونی هستش که ایشون، من نمیدونم، ولی ما الان بالاترین دندونی که تو بازار هستش این قیمته. همون مریض نشست من براش کار کردم، یعنی با وجود اینکه میدونست که من از این 500 تومن 400 تومنشو، چون دید که من براش چیزی ندارم، که با صداقت بهش گفتم این دستمزدم هستش. ببین ما بهترین مراجعین، بهترین بیماران رو تو ایران داریم. حالا خودت هم تو دوره‌های زیادی رفتی، ما تو دوره‌ها مثلا با چیزای خارجی، با دکتر خارجی، مثلا میگه که یه دکتری میگفت که من یه بار ماده قالب‌گیری ریخت تو پیرهن مریضم، اومد از من شکایت کرد. در حالی که ما اونقدر بیماران مراجعین خوبی داریم که آدم میگه هر چقدر من براش، درسته بعضی ها بینشون پیدا میشه، اونم شاید به خاطر مشکلات مالی و مسائل، ولی در کل اینو میگم که موقعی که شما صادقانه با جون دل هر چیت بلد باشی، فیدبک مثبت شو دریافت میکنی. مرسی، متشکرم. فقط اینجایی که خاطره آتش نشانی رو گفتی و اینکه میدویدی با اون سرعت، این ورزش تجربه شبه ذهنم رسید. میدونم که ورزش خیلی حرفه‌ای دنبال میکنی، یه جایی اصلا علاقت به ورزش برای خود من خیلی عجیب بود، اولین باری که شنیدم ازت خیلی برای خودم شنیدنی بود. سعید یه ویژگی خاص داره، همیشه دوست داره یه سری هدیه بده، یه سری آموزش بده، یه سری یاد بده به دیگران. با سعید همکلاس بودیم، حالا یه هتل بودیم، سفرها با هم میرفتیم میومدیم، از هر فرصت استفاده یه چیزی یاد بده. یه بار من گیر آورده بود، میگفت یه دو تا فن بهت یاد بدم از کشتی. حالا من گفتم اصلا علاقه ندارم یا اصلا اهلش نیستم، ولی جالبه که میخوام بگم همیشه دوست داره اون چیزی که میدونه رو به دیگران آموزش بده. این ویژگی خاصیه که باز من خیلی شاخص در شما دیدم. ورزش چقدر حرفه‌ای دنبال می‌کنی؟ الان تو چه وضعیتی هست؟ رضا من چقدر زمان می‌ذاری؟ شاید بگم به اندازه درس رو ورزشم من وقت گذاشتم، و لطف خدا اینو به جرئت میتونم بگم که توی میکس مارشال آرت، توی ورزش‌های رزمی برای این ادعا دارم توی ایران، توی وزن خودم یکم بالا و پایین، چون واقعا وقت گذاشتم و با فکر وقت گذاشتم. من تایلند مربیگری مایتای در واقع تلفظش مایتای هستش گرفتم، دانه 6 کیک باکسینگ هستم، دانه 5 وشو، و تو جودو با بهترینای دنیا کار کردم و همیشه هم لطف مربیا رو داشتم، بهترینا رو پیدا می‌کردم، یعنی می‌گشتم بهترین رو پیدا می‌کردم توی جودو، تو ژیمناستیک. من تا سال گذشته ژیمناستیکم تمرین می‌کردم، مثل کودک 10-12 ساله وارونیم وارو میزنم تو این سن 47 سالگی، و دوست دارم، عاشق ورزشم، عاشق بوکسم، بوکس یکی از رشته‌های اصلیمه.
و بعضی وقتا احساس میکنم که موفقیتم و تو کار مدیون ورزشم هستم، چون یه جسارتی به من میده که چیزی به اسم نشد ندارم، من لغتی به اسم غیر ممکن ندارم، فقط میام کاست بنفیتش رو ارزیابی میکنم، میگم خب این نمیارزه به خاطر این کارو بشه. و چیزی که بوکس بهم یاد داده، و اینو شاید ببینید اکثرا تو دنیا، توی امریکا، تو اروپا، خیلی طرف پروفسور بوکس هم کار میکنه، طرف استاد دانشگاه، بوکس یه چیزی تو مایه های هنره، نقاشی، شطرنج، اینو من از مربی میشنیدم ولی برام مثل جوک بود، چجوری مشت، چجوری میتونه نقاشی باشه، چجوری میتونه شطرنج باشه. و بعد متوجه شدم که شما توی بوکس یه کادری رو سر و بدن شما هست، یه کادری رو سر و بدن حریف، شما میخوای به اون محدوده نفوذ کنید، اونم میخواد به محدوده شما نفوذ کنه، و شما میخواید نذارید. و تو این بازی مثل بازی شطرنجه و نقاشیه، یه بوکسور حرفه‌ای نمیخواد ضربه بزنه، دوست داره دستش برسه اونجا، مثل یه بازیه. و همین بوکسه به من تو زندگی درس بزرگی داده، خب درس داده که بوکس با چند تا حرکته دیگه، چند تا حرکت نمیخوام باید ببین، تو بوکس شما یا ضربه میزنید، این زندگیه، درس زندگیه، یا دفاع میکنید، یه جاهایی باید دفاع کنید، یه جاهایی جا خالی میدی، رد میکنی، با خیلی تو اجتماع، تو جامعه، تو خانواده، تو فامیل نمیخوای درگیر بشی، رد میکنی، خودتو میکشی کنار، یه جاهایی تو ضربش ضربه میزنی، خب یه جایی استپ بک میکنی، با انرژی، با فکر جدید دوباره حمله میکنی، یه جاهایی ما مجبوریم عقب نشینی کنیم. ما آمالگام 10 سال کار نمیکنیم، از موقع که تهران اومدم 10 سال. ما یه مراجعه کننده داشتیم، خیلی آدم خوب، خیلی اومد گفت که این دندونم رو شما پر کردید و درد میکنه. ما گفتیم که این آمالگام، گفتیم که خانم ما اصلا آمالگام کار نمیکنیم، ما یا چیزایی که کوچیکه با کامپوزیت، بزرگ با کتکم و آنلاین. گفت نه، فکر میکرد و عصبی شد که گفت که نه شما کار کرد، من جای دیگه ای نرفتم و اینا. خب اونجا من دیدم که این عمدی نمیگه، یادش رفته، این خانومه یادش رفته که یه جای دیگه کار کرده حتما. گفتیم خب خانم ببین، حق با شماست، شما برید فکر کنید، اگه به یادتون نیفتاد ما هستیم خدمتتون، اینو ما درست میکنیم. شاید نیم ساعت بعد زنگ زد، من دوباره استرس پیدا کردم که گفتم که این چی شد. گفت آی دکتر ببخشید، من شما رو اذیت کردم، من الان یادم افتاد، من یه بار رفته بودم یه دکتر دیگه اونجا. به اینو بوکس بهم یاد میده، یه جایی باید عقب نشینی کنی، بگی باشه خب شما درست میگید، باید صبور باشی. بعد این خودش به این نتیجه میرسه که شاید فکر کنه، شاید هم فکر یادش نیاد، ولی مطمئن باشه یه زمانی شاید یادش بیاد که این ما مسئله نیست، یه کارو رایگان هم انجام میدیم، ارزش نداره که اون تنش بین ما باشه و اون انرژی که منفی که هستش رد و بدل بشه تو فضا. و توی مطب ما هم این جو هستش. من همیشه میگم به بچه‌ها، میگم ببینید شما فکر کنید بیمار بعدی، مراجعه کننده بعدی، فامیل خودتون، اون سه تا میشورید، باید یه جوری بهش خودتون فکر کنید بشه. و یه چیزی که من عجیب حساسم و قاطی میکنم، حق ندارن بچه‌ها و خودم به هیچ کسی بی احترامی کنیم. یه پیک موتوری میاد، با برادر من که وحید که مثل بچه‌مه، پسرمه، یا بچه خودم که میاد، برخورد متفاوت. یه پیک میاد، من همیشه گفتم که پیک موتوری میاد، شاید تو اون مسیر شاید یه لحظه زمین خورده، همیشه به اون باید نوشیدنی، خوراکی اگه اونجاست چیز کنید، تعارف کنید، بذار با انرژی بره، بذار احساس کنه که زحمتی که میکشه فقط اونو میدونن، چون لابراتوار فقط نیستش که، این یه مسیر رو تو دود ترافیک میاد. و لطف خدا اینو از اولین روزی که آقای جناب دکتر یزدانی که اون موقع ما که فارغ التحصیل میشدیم رئیس دانشکده ما بودن، جراح فک و صورت هستن، یه جمله خیلی خوبی گفتن، گفت که اگه برای پول کار نکنید، پول بیشتر از اون چیزی که فکر میکنید میاد به سمتتون. و واقعا هم اینطوری بود، من پول میگیرم، این کار نمی کنم، ولی موقعی که کار می کنم اصلا به پولی که از مریض گرفتم فکر نمی کنم، احساس می کنم برای خودم، و پول لطف خدا بیشتر از اون میاد. و مسئله ای که هستش، هیچ مریضی رو برای خودم سوگند خوردم، چه پول داشته باشه چه نداشته باشه، با درد نیاد مطبم و با درد بره. یعنی مریضی شاید بیاد برای
کشیدن یه دندون، شاید اون دندون بگم کشیدنی نیست، شاید من اندو 10 سال اندو کار نمی‌کنم، ولی دکتر دیگه هم نباشه من اونو پالپکتومی می‌کنم یا پالپتومی می‌کنم که در حدی که درد نداشته باشه میگم بعداً برید یه جای دیگه اینو پر کنید. مریضی با درد نمیذارم که تو به بچهای مطبم گفتم شما شاید بعضی وقتا یه کارگری میاد یه هم تابلو رو دیده اومده پول داشته باشه نداشته باشه با درد که اومد تو با درد نباید بره از این مطب. این هم یکی از کارهایی که سعی میکنیم رعایت کنیم، حالا انشالله که خطایی نکرده باشیم. طبیب میگم به دو سه نوع نگاهی که داری، بزرگ فکر کردن همیشه آدم رو بزرگتر میکنه و همیشه پنجره های جدید رو باز میکنه که میتونی سرعت پیشرفت رو، سرعت رشد رو شتاب بدی. و حالا واقعیت اینکه این نگاه معمولا تأثیری پیدا میکنه به تیم. وقتی تیمی طولانی مدت کنارت هستن معمولا دیدیم دیگه همه از هم الگو میگیرن و مثل هم رفتار میکنن و خب این فضایی که از جانب مراجعین رو خیلی سریع درک میشه، اون صمیمیت خیلی سریع درک میشه و خیلی سریع هم معمولا بهش پاسخ داده میشه. واسه این موفقیت حالا حضور خود تبریک میگم، امیدوارم که با هم البته خودت که استاد همه اینا هستی، من خودم جا داره بگم که خیلی از اتیاد گرفتم توی با وجود اینکه ما هم کلاسی بودیم، من هم همکلاسیت بودم هم شاگردت بودم، یعنی من شاید همون اندازه که از استادا یاد میگرفتم، چون واقعا تو توی این رشته پایونر هستی و واقعا من باز هر جایی که احساس کنم که تو لیزر مشکلی دارم باز ازت خواهم پرسید، چون میدونم که پشتکارت، دانشت چه تو رشته خودت چه توی چیزهای دیگه خیلی بالا هستش و حالا ما هم سعی میکنیم، شاید بعضی وقتا همکارا نگاه های مختلفی دارن نسبت به مسائل، ولی سعی میکنیم که ما هم به عنوان عضوی از این خانواده دندون پزشکی تو مختصاتی که هستیم درست عمل کنیم. سعی میکنیم، بارها شده مراجعه کننده اومده، چون مطب به ما با توجه به اینکه اطلاع رسانی که هستش یه جوری به عنوان رفرنس میان برای تاییدیه کار دکتر، یا یکی که از یه دکتری خیلی شاکی شده باشه میاد میگه که من نمیدونم، به محض اینکه من متوجه بشم که یه بیماری از یه دکتری شکایت کرده تا رضایتشو نگیرم از مطب نمیره بیرون. با این فرض که شما باید رضایت بدید تا کارتون شروع بشه و حتی اون مبلغی که بعضی وقتا به اون همکار دادن سعی میکنم براش تخفیف بدم که هیچ بهونه‌ای نداشته باشه. و این یه حس خیلی خوبی داره که تو یکی از موردها یکی از همکارا اومد مطب و صورتمو بوسید و گفت که دکتر من کابوس شده بود برام، این هیچ جوری نمیتونستم، و این هم تقصیری نداشت و بیچاره دکترم تمام سرشو کرده. من دیدم که بیشتر از این پولی که از این خانم گرفته هزینه لابراتوار داده، یعنی تمام سرشو کرده. بعضی وقتا تو کار هممون اتفاق میفته، نمیتونیم اون ارتباط رو با بیمارمون، مراجعه کنندمون برقرار کنیم، یه جوری اون حس اعتماد از دست میده، بعد هر چقدر بخوای بهش شک میکنه و چون اعتماده. و اینو من از اینجا شاید بعضی از همکارا شاید بشنوند، باید مثل یه خانواده کنار هم باشیم. ببین ما تا نتیجه یه کاری رو میبینیم، تا قبل اون کار رو ندیده باشیم نظر ندیم. ما مثلا معذرت میخوام مثال میزنم شاید جالب نباشه، ما بعد اینکه ببینیم یه ماشینی نقاشی و صافکاری شده نمیتونیم تو مهارتمون نقاش و صافکار نظر بدیم. ما شاید این ماشین یه ماشینی که چیز خراش جزئی داشته، شاید یه ماشین باشه که مچاله شده باشه، قبلش رو تا ندیدیم خیلی راحت همکارا در مورد کارهای همدیگه قضاوت میکنیم و این هیچ فایده‌ای هم نداره، باعث میشه که یه انرژی منفی تو جامعه گسترش پیدا میکنه. و اون فرد، بارها من دیدم بیمارایی که به خاطر این حرف کارا دپرس شدن، ناراحتی های بدی داشتن، بعد که یکم آروم میکنی یکم که ریشش شاید یه چیز ساده است، حتی شاید حرفی هم نزده، یه همکاری سرش رو تکون داده با یه نگاه یه جوری آخ این چی بوده. و این دنیا کارما هست، من باور دارم، خب و این اتفاقات برمیگرده به خودمون شادی و به نظر من باید همدیگر رو حمایت کنیم. اگه یه جایی مشکلی هستش همدیگر رو کمک کنیم، شاید یه روزم بیمار من از من شاکی باشه بره پیش یه همکار دیگه
باید همدیگر رو مثل خانواده. و متاسفانه رضا یه چیزی که هستش، ما قبل اینکه دیگران در مورد ما، خودمون زیرا به همدیگر رو، بعضی متاسفانه بعضی از همکارا متاسفانه یا یه قیمتی میره بالا، یا هم قبل از اینکه یه سازنده یه بردساز بگه چه خبره، همکارای خودمون میگن چه خبره، در حالی که تو جامعه ما زندگی میکنیم که ساختمون شاید از یه ساختمون تو نیویورک گرونتره، ولی دندون پزشکیمون تعرفش خیلی پایین تر، اصلا قابل مقایسه نیست. شما خودتون میبینی که مثلا دکترای هستن که اسمشون نمیبرم، 20 واحد لامینیت رو کار میکنن $100,000. خب حساب کن با پول ما چقدر میشه. ولی متاسفانه چون موقعی که شما بتونید اون وقتی که میذارید افکت‌های مختلف میذارن، وقت میذارن، در حالی که بخوایم ما اون وقت رو بذاریم مثلا باید بیشتر از اون مبلغی که میگیریم ما هزینه کنیم. و این یه چیزی که حالا شاید از این تریبون من خواستم، باید مسیر رو باز کنیم، کار خوب انجام بدیم، به همدیگه کمک کنیم. مثل برزیل باید نخبه هامون کنار هم باشن، از هم دیگه نباید فراری باشیم. خب هر کسی یه توانایی داره، یه نقطه ضعفی داره، و بیاییم این نقطه ضعف هامون رو به همدیگه کمک کنیم، نقطه قوت هامون رو تقویت کنیم. من بارها میبینم که دوتا دکتر موفق خوب هستن تو فیلدهای شاید یکسان، ولی مثلا تو یه جایی با هم اصلا، چرا باید این حسه باشه؟ من بارها از دکتر مقدس تشکر کردم به خاطر اینکه تو کشور ما یکی هست که توی لکچر، توی کار، از خودت واقعا، از خیلی از همکارای دیگه، از دکترای دکتر صوابی، از با اونایی که من بودم، با هر کسی یه توانمندی خاص خودشو داره. یکی تو مقاله نوشتن وقت بیشتر میذاره، یکی توی لکچر دادن، یکی تو کار کلینیک. باید همدیگه رو کمک کنیم و اون نقطه ضعفایی که داریم تو کشور، چرا ما از برزیل چی کم داریم؟ خب ما از روسیه کارهایی که میکنن، ما باید میتونیم. و واقعا ایرانی ها به قول هنرشون کمتر از اونا نیستش که، ولی باید همدیگه رو همگرایی باید باشه تا آره بتونه. باید کنار هم باشیم، آره به همدیگه حمایت کنیم. مرسی متشکرم سعید جان. ممنونم سعید جان، خیلی لطف کردی. پایان گفتگو معمولا این سری واژه ها رو دارم من که خدمتت میگم، میخوام حست رو یا توضیحت رو در مورد این واژه ها به اون بگی. موافقه شروع کن؟ بفرمایید. سال 2030 من دوست دارم خیلی بهتر از الانم باشم، ضمن اینکه حالا یه سری جملات کلیشه‌ای که داریم که همه تو سر، ولی دوست دارم دیگه ایمپلنت نکارم، دندون بذارم یا باعث ریگوروس دندون باشم، چون یه لاینی رو شروع کردم توی استمسلا، دارم روی فیل فکر میکنم و کار میکنم که انشالله که بتونیم جزء افرادی باشیم که کمکی توی این زمینه کرده باشیم. امیدوارم که فضا خیلی زودتر در دست از قرار بگیره. استاد من استادای دست و پامو گم میکنم پیش استاد. من اینو میگم، من با وجود تمام شیطنتام، اعتماد به نفس بالام، جسارتم، هر استادی رو ببینم من دست و پامو گم میکنم. استادای زیادی داشتم، یکی از اولین استادم مادرم بود، بعد توی ایران استادای زیادی داشتم، آی دکتر طاهری تالش، آی دکتر یزدانی، تو خارج از ایران امریک دکتر ایوانویچ که ایمپلنت رو من ازش یاد گرفتم، پروفسور مکلارن زیبایی رو و مستر لابراتواری رو من ازشون یاد گرفتم. و خیلی استاد زیاد داشتم، چون همیشه دنبال استادای ورزشی رزمی و عاشق اینم که بهترین. و یه چیزی که حالا جالبه بگم، من همیشه مجموعه از استادا رو تو هر رشته‌ای داشتم، هر استادی نقطه قوت خودشو داره و همیشه سعی کردم که از توانمندی‌هاشون یاد بگیرم، بهترین نقاط قوتشون رو یاد بگیرم. حالا برای شما این که همیشه دانشجو هستی، واژه دانشجو چه معنی داره؟ پررو، سمج، خستگی ناپذیر. و الانم نه تنها الان، تا موقعی که زنده هستم دانشجو هستم و دوست دارم یاد بگیرم از هر کسی. شاید از یه دانشجوی ترم 5 هم یه چیزی برای گفتن داشته باشه، به حرفاش گوش میکنم.
از هر ایده استقبال میکنم. شاید یکی بگه این ایده احمقانه است از ارزشش، ولی باز من فکر میکنم شاید چیزی تو اون باشه. واجه بعدی سوشال مدیا. من واقعیتش زیاد با اینا وارد نیستم، تازه دارم یاد میگیرم، بیشتر بچه های دیگه، چون اونقدر تو دنیای حقیقی هستم که تو دنیای مجازی وقت نمی کنم. ولی به نظر من هم فرصت هم تهدید، باید خیلی باهوش بود در برخورد باهاش و احتیاط کرد، چون افراد سلکت نیستن. یعنی یه جایی توی اون موقعی که ما هدفمند میریم جلو توی طیف خاصی، افراد تا حدودی مشخص هستن، کمتر بینشون، ولی اونجا یه چیزی پخش میشه، شاید یه دفعه یه منطقه‌ای میشه که اصلا مخاطبت نیستن و میتونه آسیب بزنه. نمیتونه بشناسی پیش بینیش میکنی. تبلیغات در پزشکی. ببین، من عنوان تبلیغ، حالا اسمش اصطلاحش که تبلیغ میگن، من بیشتر دوست دارم اصطلاح اطلاع رسانی رو داشته باشیم و این لازمه کاره. ببین الان مثل قدیم نیست که شما با یه تابلوی 50 در 70 که این مردم بره دهن به دهن بگه، چون این زمانی بود که یه دکتر مینشست با یه گوشی و با یه ابزار. الان شما تکنولوژی که دارید، این تکنولوژی ترنوور خاصی داره. اگه اون زمان نتونی اینو بفروشی، این کلا باید جمع کنی. نرم افزار خودتون میدونین چقدر هزینش بالاست، دستگاه ها چقدر از رده خارج میشن، شما فرصتی ندارید که، و یه چیز اجتناب ناپذیره. یعنی حالا شاید بعضیا بگن که شأن پزشکی نیست، ولی من با این 100% مخالف هستم. شما اطلاع رسانی درست بکنید، یا به قول بعضیا میگن تبلیغ، کارتو درست انجام بده. مهم کاره. تبلیغات میاره، مراجعه کننده رو میاره، ولی نگر نمیداره. اونجاست که کار شما هستش که حرف میزنه، که شما چند مرده حلاجید، چطور میتونید منیج کنید اون بیمارتون، مراجعه کنندتون. این مردم، ببخشید، الان باهوشن، همه اکثر مردم آگاهن، میدونه تشخیص بده. اونایی هم که خودشون میخوان گول بخورن، دیگه دست خودشونه. یعنی یه ذره باهوش باشن، وقت بذاره، متوجه میشن که، و یه نشانه های اون طرف لو میده از خودش. سعید، ممنون که زحمت این مصاحبه رو پذیرفتی. پایان گفتگو میخوام اگر نکته‌ای هست که به نظر نگفته است، یا پیامی هست که فکر می‌کنین گفتنش مفید و فایده است برای مخاطبینمون، بدونین بفرمایید. تنها چیزی که من خدمت، مخصوصا هدفم دانشجوها هستش، که هیچ محدودیتی نباید باعث بشه که اینا بهونه بیارن. من خودم دندونپزشکی رو با یه دونه توربین 15500 تومانی روسی شروع کردم که با اون وارد کار شدم. فقط اونو داشتم، رفتم توی کلینیکی که گفتم که، و قبل اینکه مهر نظام پزشکیمو بگیرم 3 تا کلینیک رو راه اندازی کرده بودم. یعنی انسان اگه بخواد میتونه، و الانم لطف خدا یکی از مطبای بزرگ که بالای فقط ما 70-80 میلیارد ما تجهیزات تو مرکزمون هستش، با همون یه توربین، و هیچ کدوم هم از ارسیه ای نداشتم، یعنی کار کردم، آموزش دیدم، کار کردم، پول در دوباره هزینه کردم برای یادگیریم، و این چیزی که به نظر من، متدی که من استفاده کردم، میخوام شیر کنم. بخشی از درآمدی که دارن دندونپزشکای جوان یا دانشجو، باید بذارم برای آموزششون. یعنی همیشه من، همیشه بخشی از درآمدم برای آموزشه، بخشی برای ابزارمه، بخشی در حد 5% برای کارهای خیریه هستش، و میدونم که اون 5% شاید ده ها برابر برمیگرده به خودم، و این چیزی نیستش که ریا کنم توی این، و این پالیسی منه، و خیلی فیدبکش رو دیدم، و از این نترسن، هم نه برای هزینه کردن برای آموزش، نه هزینه کردن برای تجهیزات، نه به اون بخشی گفتم که در حد 5%، هر کسی در حد خودش، دانشجو دندونپزشکی توی کلینیکی کار کنه، بودجه درآمد محدود، باز 5% اون هزینه کنه، یا یه همکاری درآمد بالایی داشت، مطمئن باشه که اون 5% 50%، 500 برابر، و این برمیگرده. و این چیزی که من تو زندگیم تجربه میکنم، و با ریاضیات 2-4 نمیخونه. موقعی که من میبینم یه چیزی برمیگرده، این اصلا با منطقی همخوانی نداره، و فکر میکنم که همون. و یه نکته ای که حالا اگه وقت باشه، هر مریضی که زیر دست
شاید برای همکارا این جسارت باشه من این حرفو بزنم، برای فکر کنن عضوی از خانواده خودشونه، همون حسه باعث میشه که یه ارتباط قوی با اون فرد ایجاد میشه. یه جایی هم خطا کنه که منم خطا کردم تو کارم، بعضی وقتا شاید ناخواسته به مریض آسیب زده شده، ولی چون میدونسته که من نیتم آسیب نبوده، این عضو خانواده اینو پذیرفته و اون شجاعت اینو داشته باشیم که بگیم اینجا خطای من بوده، این اشتباه من بوده. خیلی متشکرم. ممنون سعید. میدونم صادقانه اون چی که خودت تو مسیر پرفرزندشی به تجربه کردی رو خیلی صادقانه در اختیار قرار میدی همیشه و تو این گفتگوام مشخصا همینطور بود. خود من تا زمانی که خب از نزدیک افتخار داشت در واقع آشنایی نزدیکتر نداشتم، خب درک یه همراه، یه همکار، یه دوست زمانی حاصل میشه که بتونی زمان طولانی با ایده‌اش آشنا شی، با نوع تفکرش آشنا شی. و خب این بزرگ فکر کردن ویژگی خاصه هست که همیشه باعث شده موفق باشی و بتونی رو به روش حرکت بکنی. مرسی رضا جان، منم از شما به خاطر این کار بزرگی که کردید. و باید دانشجوهای دندون پزشکی و کسایی که تازه فارغ التحصیل شدن قدر این کار رو تو بدونن و مطمئنم که خواهند دونست. و این یه قدم بزرگیه تو ارتقای دندون پزشکی کشورمون و این میدونم کار خیلی سختیه و اون وقتی که انرژی که یعنی از خودت اون وقتی که گذاشتی انشالله آرزو میکنم که طبیعت، خدا، کائنات بهت برگرده باشه. من همینطور بوده، امیدوارم که همینطور بوده باشه برای مخاطبینمون. و خب انقدر پیام‌های مثبت دریافت میکنیم که همیشه مشوق اون بوده برای اینکه با قدرت بیشتر بتونیم مسیر رو دنبال بکنیم. انشالله که موفق باشید. مخاطبین عزیز، متشکرم از همراهیتون. شبتون خوش باشه، منتظر برنامه‌های بعدی باشید.